درود یاران و همراهان عزیز. خب من ببینم که اوضاع اینستاگرام امشب چگونه است. آیا بمونیم اینجا یا بریم به سمت؟ همچنان میبینم که نوتیفیکیشن ها رو نمیفرستن بی وجدان ها. بابا یکی بیاد بالا. ویو ریکوست. این کیه؟ گوگل. خدایا زدم اصلا. سلام های فخرو. درود. خوبی؟ زنده باشین قربان شما. بی لایو من؟ آقای فخرو من چند وقته میخوام بیام بالا ولی نمیشه. اوکی. از کجا هستی؟ تهران. خب بگو ببینم چه خبره. آقای فخرو دانشگاه اسرائیل واسه ما پذیرش فرستاده. خب بعد میخواستم ببینم که چجوریه حفاظت از جون ما چجوری هست. ببین پذیرش فرستاده سریع قبول کن چون تمام بسیجی ها و سپاهی ها همه لامصبا اپلای کردن برای اسرائیل دانشگاه هر جایی که بشه. سریع چیز کن بگیری. آره دانشگاه صنعتی اسرائیل تلفظش هم نمیدونم تنخیونه فکر کنم. حال نگو دیگه همه چیه تو خواهی توضیح هم بده کامل. خب من یه خورده نگرانم از این لحاظ که مثلا نزنن ما رو. نه کسی نمیزنه نگران نباشه. انقدر درشون خبر خودشون خودشون رو نزنه. اوکی مراقب خودت باش. قربان شما خدافظ. خدا نگهدار. پیدا کنید دندونگیر باشه بیارم بالا. بسیجی ها اگه میخواین عده بسیجی ها رو در بیاریم بیاریم بالا. درود مهراب چطوری؟ سلام وقتتون بخیر. خوبی؟ کجای دنیایی؟ من تهرانم. بیشی؟ اونجا بشینی؟ بیار دوشکتو بیار بذار اونجا. خب چه خبر؟ سلامتی. سوال داشتم خدمت های فخرآور. بگو. میگم شما هیچ وقت نگفتید چه شیوه مبارزه رو میپسندید، یعنی مثلا مدنی باشه بدون خشونت باشه با خشونت چی مثلا؟ بالاخره هر کی یه چیزی میگه ولی شما هیچ وقت نگفتید. من که اتفاقا من تنها کسی هستم که همیشه میگم که بقیه هی بازی در میارن. بذار مثلا احمدی نژاد با یه سوال جواب سوال تو بدم. فکر میکنی ملاها چه زبونی میفهمن؟ خب چیز گفت دیگه، پومپو گفت دیگه. موافقی باش؟ حالا من حقیقتش با آیدی اصلیم اومدم متاسفم. خب بلشون در باره هوا صحبت. خب اگه با آیدی اصلیت میاد برای چین حرفای خطرناک مبارزاتی رو میزنی این وجدان؟ نه خب من که سوال کردم، من که خودم جفت نگرفتم. اوکی حالا تا بیایی ثابت کنی گربه نیستی کشتن. میدونی اول میکشن بعد میشمارن، میدونه سینو که. بله. اوکی خیلی خوب مراقب خودت باش. ممنون مرسی لطفا. پاینده ایران یه تیق سزاست. درود. خوبی؟ برادر عزیز خوبی سلامتی؟ مرسی. کجای دنیا هستی؟ من از سیستان بلوچستان. درود به دیده نشه بلوچستان سراوان. خود سراوانی؟ خود سراوان ولی دعال الان تاخر سراوان نیستم، بیرون از سراوانم. اوکی وضعیت اینترنت و اینا اونجا طبیعی شده؟ وضعیت اینترنت ضعیفه، پاور نداره، خوب نیست. بعد برامون بگو چه خبر بود این یک هفته گذشته چه خبر بود؟ الان امروز برای بازدید رفتند و به مرز نزدیک مرز ایران و پاکستان برای بازدید رفتند. دیگه یک چیزی رفتن دیگه برای خوراک رفتن، برای جبران مثلا مشکلات مردم نرفتن.
اونا رفتن یک قد تروچه خوردن با بالگرد رفتن و اومدن. کی رفته بازدید کنه مثلا؟ حالا از همین مسئولای فرماندار و وزیر اطلاعات و اینا. چطوری این ببین سیستان و بلوچستان کردستان اینا جاهایی هستن که خیلی جیگر میخواد که این ملاها و مزدوران ملاها اینجور جاها بتونن زندگی کنن، دفتر داشته باشن، فرمانداری هاشون به پا باشه. من میخوام بدونم چجوری جوونای سیستان و بلوچستان اصلا به اینا اجازه میدن اینا اونجاها رفت آمد بکنن. اصلا دیگه میدونی خودشون با هم هستن، کسانی هستن مثلا خودشون با هم هستن. زمانی که مثلا الان میدونی بلوچ و با بلوچ می دیگه چرخش میدن، دعواشون میدن. مثلا مرزنشینا کلن بلوچ هستن، بیشترشون کلن بلوچ هستن. پاسدارا مثلا خودشون مثلا از این آخونده هستن، مثلا مزدوراشون خود بلوچ هستن. مگه جوانای سیستان به اندازه کافی سیستان و بلوچستان مگه چیز ندارید؟ مگه اسلحه ندارید به اندازه کافی؟ بابا اینقدر اسلحه خود حکومت داده به حساب نمیاد. خب چرا اسلحه ها رو برای چیز استفاده نمی کنید؟ برای نقاشی هیچی نمیتونم بکنن اصلا. دیگه اونا که جاریتشون دارن دستشون نمیرسه. یواش یواش فکر میکنم داریم میرسیم به اونجایی که دیگه باید جرأت‌ها و دست رسیدن ها همه رو با هم دیگه جمع بکنن و نه الان انشالله خوب میشه. الان دیگه بلوچا چوکو بلوچ پاکستان بلوچای مثلا ایران دیگه دارن دست به هم میدن. از اون بر هم شلوک کردن، از این بر هم شلوک کردن. خیلی ماشینا تقریبا 2000 3000 ماشین خالی اون بر خوابیده، کلا دروازه بسته شده. این بر هم نمیذاره. مثلا کارت تردد داده 5 میلیون. من یه سوال دارم. 5 میلیون. من سوال دارم. آقا هر مسیری که میرفتن میومدن مثلا بنزین ببرن بیارن، چند لیتر بنزین میشد برد آورد؟ 2000 لیتر. 10 تا بخشه 9 تا بخشه. یعنی چجوری 2000 لیتر رو چجوری توی یه ماشین بار میزدن میبردن؟ چجوری میبردن؟ برای ماشین بار میزدن، مشک میزدن، گالون میزدن. یعنی توی عقب ماشین؟ آره عقب ماشین. بعد بذار من ببینم 2000 تا. خب اگر 44 میلیون لیتر بنزین همین هفته پیش خامنه ای هدیه کرد به ونزوئلا، قاچاق کردن بردن ونزوئلا. یعنی این اذیت میکنه رژیمو. بعد اون 44 میلیون بشکه اوکی حلاله، اونو باید بدوزن از مال مردم بدن بره. آره دیگه اون حلاله، این حرامه. اینا که بلوچا میبرن حرامه، اون که خودشون میبرن حلاله. بعد ببینم همه کسایی که میبرن میتونن مثلا همین تا 2000 تا ببرن، یا اینکه چون 2000 تا یه مقدار زیاده، ببینم چجوری پشت خطرناک هم هست جابجا کردنش. یعنی خیلی خطرناکه، هر لحظه تو هوای گرم اونجاها توی یعنی احتمال انفجار و همه این چیزاش وجود داره. خیلی خیلی دیگه قسمته دیگه. بچه بلو از اینجا میرن، همه مادرها و همه چیزا انتظارن بچه برگرده. بچه از اونجا یا تیر خورده یا چپ کرده یا منفجر شده. چقدر تهش مثلا میتونن در بیارن اگر همه این کارا هم که میکنن؟ برای چقدر پوله؟ هیچ پول چقدره؟ از این بر مثلا میرن 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان فایده داره. چقدر داره اون همه هزینه شو مثلا؟ 2 میلیون تومان یعنی میشه 2 میلیون تومان یعنی میشه الان به دلار حساب بکنیم میشه حدود 100 دلار. آره دیگه فکر کنم 100 دلار میشه. یعنی تقریبا پول یه آرایشگاه توی آمریکا. یس. بعد اون وقت میکشن بچه های مردم رو براش. از این بر خودشون میکشن یا چپ میکنن دیگه. سالم بعضیشون سالم بر نمیگردن اینجوری. بعد اون بر توی پاکستان هم با مشکل مواجه میشن اینا؟ یعنی اون بر پلیس پاکستان و دولت پاکستان هم مشکل براشون ایجاد میکنه؟ زیاد نه، احترام میذارن. ببین به چه روزی افتادیم به خدا که دیگه پاکستان خدا احترام میذارن به هر صورت چیزی احترام اون بر.
مرسی مرسی، برای من یه دایرکت پیام بفرست در ارتباط باشیم ببینیم چه خبر دنیا. اوکی. چیزی هست، پیامی هست بخوای بدی به مردم؟ نه دست در نکنه قربونه، مراقب خودتون باشین، انشالله میشه مردم خوشحال باشن. به همه مردم های غیور سیستان و بلوچستان درود بفرست و بگو که یه گردگیری بکنن اسلحه هاشون رو برای نقاشی. بچه های سیستان و بلوچستان یه گردباد فعلا یه گردگیری بکنن، لوله های اسلحه همه چی رو مرتب بکنن، لوله های اسلحه آماده بشه، یه دستگیروش بکشن، یه تمیز بشه تا ببینیم. مرسی مرسی که اومدی قربونت، پاینده ایران. اوکی بدرود. حتما درود. خوبی استاد عزیز، احوال شما؟ درود. من چند روز پیش باید حرف زدم و کار داشتم، باید میرفتم سریع و سه. من شما خیلی احترام میذارم، خیلی شخصیتتون عالیه و من یک سوال دارم. الان تو لایو امیر طاهرخانی بودم، در مورد همین چیزها بود، در مورد من زیاد وارد نیستم ولی دیگه دارم میرم کم کم با شما آشنا میشم و خیلی دوست دارم که اون سری هم بهتون گفتم که با شماها در تماس باشم و تو کنفرانساتون تو کاراتون باشم. دایرکت دادم جواب ندادین. در زم دایرکت بچه های ادمینی که الان هستید لطفاً تو دایرکت ها افسانه باید صداد کنم یا طاهره، دیدم توی چیز افسانه محمدی، افسانه محمدی هستم. بچه های ادمین لطفاً اینجا پیام بفرستید جواب بدید. من شماره واس اپمو میذارم، من خیلی کار واجب با اتون دارم. اوکی. همینجا. اوکی. اگر لطف کنید. خیلی خوب، بذار اونجا با هم صحبت میکنیم. پاینده ایران. اوکی. آقا یه سوال جانم، عاقبت این ایران ما چی میشه؟ من برای شما یه فیلم فرستادم امروز، دیروز حتی استوریتون کردم، شمارم اسمتون رو توی اینستام استوری کردم و یه بنده خدا خانومی داشته تو خیابون میرفته با مادر تیر میخوره. دیدم اونو که برادره داره، دیدم اون فیلمه رو، دیدم من فرستادم. بله برای من توی واتساپ فرستادن، خواهش کردن بفرستم و منم این کارو کردم. میدونم بچهای ما هم میدونم منتشرش کردم، چون دیدم خواهرم ستاره همونو بالا گذاشته بود بعد. درست. و مرسی مرسی که فرستادی. حالا بذار روی چیز دایرکت با هم دیگه صحبت میکنیم. پاینده ایران عزیز دلی، موفق باشی، پر برکت باشی، شاد باشی، پر انرژی. شما به همچنین. خدا نگهدار عزیز دل، خدا نگهدار. من ندارم، شما برای میشه چند نفر رو گرفت آورد؟ سلام جناب فخرآور عزیز، خوبی؟ این داستان این که پروفایلت only one guest can be in your live video. آره من با پروفایل خانومم اومدم، ببخشی معذرت میخوام. یعنی شما میخوای به ما بگی که با یکی از سوپرستارهای هالیوود ازدواج کردی؟ نه بابا، من دیگه اینو گذاشته خانومم، نمیدونم چرا گذاشته، خودم اومدم بالا. اوکی خیلی خوب، بگو ببینم چه خبره، کجا هستی؟ من ایران شهرم، بلوچستان، و 5 سال شما رو دنبال میکنم. البته نتونستم قانون اساس. درود بهت. درود بهت. چی صدات کنم؟ من حنیف هستم. حنیف، این چند روز پیران شهرم شلوغ بود؟ پیران شهر گفتی؟ ایران شهر؟ ایران شهر. آره، ایران شهر که توی کردستانه. خب ایران شهر شلوغ بود این مدت؟ تقریبا همون به حساب به بند و گریز بود، راه میبستن، آتیش میزدن و بعد فرار میکرده، اینا بود دیگه، چیز خاصی بزرگتری نبود دیگه. یعنی خب اعتراضات طبیعی برای شما اینه که دیگه آتیش میزنن و میزنن و جنگ و گریز هست و تیراندازی و اینا، این دیگه حقیقتشو بخواین، حقیقتشو بخواین، اگر واقعا واقعا منطقی برخورد کنیم، ما 42 سال در حال مبارزه هستیم و همه میدونن خیلی کشته دادیم، خیلی از بزرگان ما رو کشتن، حالا ریش سفیدی بوده، سرداری اگر بوده، تا الان کشته شدن،
اینا رو همه میدونن. شما هم میدونید. حنیف عزیز، من در حیرت نجابت جوانان غیور سیستان و بلوچستانم. آقا سلامت باش. اسلحه دارین؟ اسلحه دارین؟ خب هر از گاهی ازش استفاده کنین. چرا استفاده شده هر از گاهی اگه خبرشی داشته آره، ولی یه خورده بیشتر مثلا رنگ قرمز خواستین روی عبا و عمامه یه چیزا بکشین، نقاشی چیزی برای ملاها و مزدوران ملایان که اونجا توی منطقه تون هستن، خب استفاده کنین برای نقاشی دیگه. چیکار کنی درود من به همین دوستان که اونجا برسونین و پیام من بهشون بدین آقا گردگیری کنین این قلموهاتون رو برای نقاش. قلموها گردگیری شده، از این به بعد تیر داغیه، سرب داغیه به چش و چال اینا انشالله. از این به بعد با قوت تمام انشالله مبارزه رو ادامه میده. ببینم درباره مولوی عبدالحمید نظرت چیه؟ نظر من نسبت مولوی یعنی متعادله، نمیشه گفت قبولش دارم، نمیشه گفت به حساب. احترامش تو قلبمون هست، حقیقتشو بخوام بگم احترامش تو قلب بلوچا هست، ولی تا جایی که حرف حساب بزن اینو، یعنی من شرط میگم. ببین این همه مشکل، یعنی واقعا یکی از چجور بگم، مردم سیستان و بلوچستان بیشترین میزان گرفتاری و مشکلات رو توی کل ایران دارن و فکر نمی کنی همه کسانی که به عنوان نمایندگان این منطقه به عنوان مسئولین دارن میان همه دارن به مردم خیانت میکنن؟ دقیقا همینجوریه دیگه. و میخوام بدونم این آقای مولوی عبدالحمید که وقتی همچین اتفاقاتی میفته سری میاد مردم همه رو دعوت میکنه میگه مردم برید ساکت شید بشینید تو خونه هاتون صداتون در نیاد، این اوکیه؟ اینا فشاره، اینا همش فشاره. بعدش هم مولوی دست تنهاست، کسی پشت مولوی نیست، چون اینجا هر مسجدی هر شهری بازی مولوی دیگه داره، هیچکی باش همکاری نمیکنه. ایشون هم تنهاست، تا جایی که اگر دقت کرده باشی میونه حرفاش یه حرفای ضد و نقیضی هم میزنه علیه نظام واسه حالا نمیدونم اعتراض. امیدوارم برای سوفاپ اطمینان نباشه، ولی هر کاری میکنم. ببین من اگر سیستان بودم الان مطمئن باش یک بلوچستان ما سیستان و بلوچستان آره و بله. اگر من الان اونجا بودم الان شما که تاریخ میدونید بسیار بزرگی رو راه انداخته بودم و همه با هم مشغول نقاشی بودیم. درست. ولی حالا یکم بچه‌ها یواش یواش باید یک بالانسی بین نجابت و چی بگم، میخوام یک کلماتی استفاده بکنم که مشکل پیش نیارن برای لایوا. خلاصه بچه‌ها یه مقدار محکم‌تر باید بیان وسط. بر صورت مرسی حنیف عزیز، موفق باشی، در ارتباط باش با ما. یه حرف آخرم بزنم جناب آقای فخرآور. بگو. خیلی‌ها دارن به ما ایراد میگیرن، میگن شما بلوچ‌ها ببخشینم، بعضیا نمیشناسن، میگن شما قاچاقچی هستین، شما سوخت ایرانو میبرید، سوخت مردمو میبرید به تاراج. نوش جونتون الان که میگم هر کاری میکنید. آقا مگر منابع ملی نیست این؟ مگر منابع ملی نیست؟ منابع مردم نیست؟ ببین حنیف، مگر 42 سال روزانه 2 میلیون بشکه صادرات میکرد، حالا به اسم صادرات دزدی میکرد، به ملت نمیداد، اون دزدی نیست؟ همین رئیس دفتر روحانی پیروز اومده اعلام کرده ما روزی 2,800,000 بشکه نفت میفروختیم. آقا 2,800,000 بشکه در روز دزدی. همین هفته گذشته 44 میلیون لیتر بنزین رو یواشکی قاچاق کردن به ونزوئلا. آقا اینا مال مردمه،
اگه واقعا قاچاقچی ها رو تیر میزنید که تیر بزنید اول تو مغز مجتبی خامنه‌ای و شخص سید علی خامنه‌ای که بزرگترین قاچاقچی های کشور هستن، این مردمی که بیچاره ها توی محرومترین مناطق کشور برای نون بخور و نمیر خودشون دارن خودشون رو این همه به دردسر و گرفتاری و مصیبت میندازن، دست از سر این مردم بردارید. بعد یه حساب کتاب هم من اینجا بکنم که این پول چقدره، چقدر گیرشون میاد. اون یه آقای قبل از من بود از بلوچستان، دقیقا من آخرش رسیدم دقیقا نفهمیدم چی گفت، ولی میخوام حساب کتابشو به شما برسونم. اینا چند روز تو راه هن، چقدر گشنگی میکشن، چطور میرن چطور میان با این ماشینا. فرضاً طرف 12 بشکه میزنه، هر بشکه حالا گیریم 220 لی، بعدش هم بنزین نیست، اکثرا گازوئیله، دیزله. آقا این میره میزنه، فردا امروز چقدر 220 لیتر تو راهه، دوازده بشکه، هر بشکه 220 لیتر. اوکی خب، بعد اینا دو روز سه روز تو راه هن. اگر شما خودتون تو این اینستاگرام سرچ کنید مسیرهای به حساب سوخبری بلوچستان، اکسایی که من دیدم اصلا خودم موندم گفتم خودم آره. ماشینا همه داغونه، یعنی این ماشینا این استهلاکی که میره میاد خرج ماشینش میکنه، همون من خیلی هاش اصلا فکر نمی کنم اصلا این ماشین بتونه بکشه تا اونجا خودشو برسونه. خیلی از این ماشینا میمونه و نمیدونم چجوری این ماشین حرکت میکنه. بعدش میان نصف پولشون رو خرج ماشین میکنن، نصفش رو نمیدونم به حساب خرج چند خانواده رو میدن. اینجا هم جمعیت ها بالا از تو هر خونه ای، تو هر خانواده ای دو تا سه تا به حساب زن و مرد و خواهر برادر همه با هم نشستن، پول همه رو یه نفر داره تأمین میکنه، همه رو هزینه شون یه نفر داره تأمین میکنه و اونم تو شرایطی که کار نیست برای جوانای اونجا، هیچ امکاناتی رژیم فراهم نکرده، هیچ کارخونه ای نذاشته، معادن اونجا همه رو میسپره دست چینیا بیان بدزدن ببرن. من خبر دارم کل بندر چابهار رو قلمبه دادن دست چینیا و بقیان همینجوری آره همه چیز رو سپردن دست هیولاهای چینی و روسی و عملا جوانای اون منطقه توی بدبختی و فقر و مصیبت دارن زندگی میکنن. همین آب باریکه‌ای هم که برای زندگیشون میخوام آقا قاچاق نیست، هر پوفیوزی هم که میگه قاچاقه و میگه اینا قاچاقچیان از خامنه ای به خدا قاچاق نیست، حق مردم منابع ملیه که تا حالا سر سفره هیچ ایرانی نیومده. حالا اگه بلوچ میخواد بره کار کنه از بدبختیشه. اگر من ایرانی هم که حق ماه میگیم نوش جونتون، اگر خامنه ای داره از ماها میدزده، از منابع طبیعی ایران ما میدزده، اگه به حلال حروم اعتقاد دارن که حرومشون باشه، ولی اگر مردم ستم دیده سیستان و بلوچستان و سوختبران سیستان و بلوچستان، کولبران کردستان، مردم خوزستان، آذربایجان، این مناطق مرزی کشور که این همه توی گرفتاری و مصیبت هستن، اگر دارن از سرمایه کشور همه تبعیض و نوش جونشون بله. و همه کسایی هم که اینجا هستید، شما هم بگید آیا شما راضی هستید که حقتون سهمتون توی این منابع طبیعی کشور که داره توسط ملاها هاپولی میشه کامل بلعیده میشه، آیا راضی هستید که این عزیزان بتونن یک بخش کوچیکشو برای زندگی خودشون ببرن؟ بنویسید این پایین اگه راضی هستید یا راضی نیستید. شاید دست به دست بشه به دست اون مزدور خامنه‌ای که میاد شلیک کنه به این جوانها، برسه که بفهمن آقا دفاع از حق مردم نمی کنن، دارن دفاع از قاچاقچیان بزرگ میکنن، خامنه‌ای و ملاهای حاکم و مزدورانشون. همه دارن میدن، بنویسید بچه همه نوش جان بزنید برای سوختبران سیستان و بلوچستان اگر موافقید با کاری که اینا دارن میکنن. نوش جانو بزنید. جناب فخر عزیز، یه خبر جدیدم هست. البته ما بلوچا خیلی وقت این خبر رو داریم، ولی خب ایران خودمون کل به حساب کشور این خبر رو شاید تا حالا به دستشون نرسیده. من همیشه تو جاده هستم، منم گاهی اوقات حالا شوکی میرم، یه باری میبرم یه باری میارم و سایل میارم از منطقه آزاد چابهار تا ایران شهر و سایل همینطوری جزئی نوشیدنی چیز آمیوه این چیزا.
تو مسیر اگر بودن کسایی از ایران، کسایی از کشور یا بلوچه تو مسیر بودن، کامیون هست، کانتینر هست، مال افغانستان، مال کابل، مال پلاک هرات، همشون کانتین دارن، همشون کانتینر بارشونه، همشون گازوئیله، گازوئیل فقط با نامه سپاه میرن میان. اگه کلیپش هم الان پخش شده، نمیدونم شما دیدین یا نه، جدا از این که نفت و خام میفروشه، جدا از این که به حساب بنزین میفروشه، گازوئیل هم داره. یکی از دلایلی که اینا به جوانای مردم شلیک میکنن برای اینکه اینا حق قاچاق رو انحصاری برای خودشون نگه داشتن و نمیخوان کس دیگه این وسط باشه، کسی بیاد بخوره. قاچاق فقط باید سپاه پاسداران انجام بده، نیرو انتظامی کمک بکنه انجام بدن، دست آقازاده ها برسه، کس دیگه حق نداره از مردم یه وقت بیاد این وسط بیزنس اینا رو خراب بکنه، چون بیزنس قاچاق در ایران دولتیه و باید مال سپاه پاسداران باقی بمونه. لعنت برشون. الان هم که کوهای تلار هم زدن همشون رو میخوام بکنم ببرن، اونا دست چینی هاست. منابع رو قشنگ چینی ها براتون همچین صاف بکنن ببرن که اصلا بلایی که سر خلیج فارس آوردن ببین چطور سر معادن بکر سیستان و بلوچستان هم بیارن. من یه چیزم میخوام توضیح بدی برای ما درباره اختلافات سیستان و بلوچستان. آها، اختلافات سیستان بلوچستان اگه بگم کار پدر بزرگ شما بوده بهتون برمی کنم. پدر بزرگم که نیست، دایی پدر بزرگم. بگو ببینم داستان چیه. دایی بزرگتون، ببخشید دایی بزرگ. بگو. این تاریخش هست، اگر حالا خودتون مطالعه کنید یا نمیدونم به حساب از جایی به حساب اطلاع داشته باشین، از تاریخ این قبلا سیستان جزء فکر کنم چیز بوده، نه چی میگم بهش، ببخشید، خراسان، جز خراسان ها بوده. بعد دایی بزرگ شما مثل این که اینا رو میخواد از کشور تبعید کنه، این سیستانیا رو به حساب تبعیدم کرده به ریگزار افغانستان، بین افغانستان و پاکستان، که حالا نمیدونم چه خیانتی در حقش حنیف. کرده بوده. حنیف قصه برای این حقیقته، قصه برای دایی ما نسازید. ببین یه چیز بهت بگم. خب اون دوره‌ای که رضا شاه به قدرت رسید توی نقاط مختلف کشور، توی نقاط مختلف کشور یک سری جریانات تجزیه طلب مشغول شده بودن، توی خراسان بودن، توی خوزستان بودن، توی گیلان بودن، توی آذربایجان بودن، توی کردستان بودن، دقیقاً تمام نقاط مرزی اینا هر گوشه‌ای یکی قد علم کرده بود و اون بخش رو از کشور جدا کرده بود. رضا شاه برای اینکه یک پارچگی کشور رو نگه داره تمام اقداماتی که انجام داد برای حفظ یک پارچگی کشور بود، که موفق هم شد این کار رو بکنه، بسیار هم کار مشکلی بود این کار، ولی موفق شد یک پارچگی کشور رو حفظ بکنه. حالا شما این رو بپذارید، ما الان کاری که کردیم توی کنگره ملی ایرانیان، ما اومدیم توی قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان سیستان و بلوچستان رو کردیم دو تا استان، سیستان و بلوچستان. خب. کنار هم دیگه همسایه باشید با هم، ولی خاک بلوچستان رو نباید بدید به سیستان. اونجایی که معدن طلای بلوچستانه نباید برید سمت سیستان. میدونی جناب فخرآور، الان گیریم، حالا بعد خدا بزرگه، الان اختلافات ما میدونی بر سر چیه؟ بر سر این که ما سنی هستیم، آقایان سیستانی شیعه اشنا اشریه چی بهش میگن. آره. ببین توی ایران بله. آینده ما این مطلب از همون دستمال کشای قویش هستن دیگه، این همه شغل و همه چیز و بدون مدرک، باورت میشه با مدرک دیپلم میان اینجا سر کارهای اداری میرن، سر کارهای دولتی میرن، از همینجا که رو کار هستن از همینجا میرن ادامه تحصیل میدن، بعد مدرک همینطوری سوری ارائه میدن. ولی بلوچی که سنیه با مدرک لیسانس و فوق لیسانس اگر پارتی نداشته باشه هیچ جا گیرش نمیاد. در این که به سنی ها خب ظلم زیاد میشه ما تردیدی نیست، فقط مسئله اینه که ما توی قانون اساسی پیشنهادیمون اتفاقا این مسئله شیعه و سنی و با خدا و بی خدا و مسیحی و یهودی و بهایی و همه اینها زرتشتی و همه رو یک جا با هم این مسئله رو حل کردیم و دیگه اگر زنده بودیم دیدیم اون ایران رو که بر پایه قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان ساخته بشه، که خب لذت خواهیم برد همه در کنار هم دیگه، اگرم نبودیم که شما از طرف ما لذت ببرید از یک همچون ایرانی
که تازه خواهید فهمید ما افتخار میکنیم به شما جناب، زندگی مسالمت آمیز در کنار همدیگه چی خواهد بود. مرسی حنیف عزیز، از محبتت به همه دوستان هم سلام برسون و حتما پیام منو بده که یک دستمالی روی قلموهای نقاشیشون بکشن. یه پیام دیگه، من آخری پیامو بگم برم، این که ما اهل سنتیم ولی تعصب نداریم، اینقدر تشیع تعصب دار، حتی به مذهب خودمون اینقدر تعصب نداریم، به همین امامه به سلامون، به همین مولویامون اینقدر تعصب نداریم. من خودم 5 وقت نمازمو میخونم، خب حقیقتا میگم نمازمو میخونم، ولی خود مولویای ما، خود الان فعالای سیاسی ما دارن میگن اول وطن بعد دین یا مذهب یا هر چی. درود به شرفت، ما حاضرین واسه وطنمون همه چی رو بدیم. بعد بچسبیم به دین حنیف، ارتباط هر کسی با خدای خودشه، همین. آره آره، هر وقتی که دین رسمی شد، حکومتی شد، اون دینو باید بندازی توی توالت روش سیفون بکشی. تا وقتی ارتباطت تو به خدای خودت اعتقاد داری، ارتباط تو با خدای خودت، ولی نمیای از ارتباط خودت با خدای خودت سوء استفاده بکنی، ریا کنی، تظاهر کنی، اینجا رو داغ کنی که بری بشینی سر پستی، بری خون مردم رو تو شیشه کنی، بری دزدی کنی به اسم دین، آدم بکشی به اسم دین. اون دین رو باید بندازی توالت سیفون بکشی روش، همین دینی که رژیم مولا برای مردم ایران باشه باید بندازیش. دقیقاً همین جوریه جناب. درود به شرفت، درود به شرفت، موفق باشید. مرسی از اینکه اومدید. سلامت باشید. حتما دایرکت پیام بدید. باشید. پاینده ایران. بدرود. پاینده ایران. نه یار، مسعود میگه چاخشی آقا حرف نه یار. درود. صدای منو دارین؟ سلام. درود، خوبی؟ ممنونم زهر فخر آقا، شما خوبی؟ مرسی. نگی تو کامنت چی نوشته بودی، آوردمت بالا چون دیگه از این به بعد همه همونو می نویسن. ممنونم، مرسی. زهر فخر آقا یه سوال داشتم، خصوصی هم هست یه مقدار. خصوصیه؟ چرا عمومی می پرسی؟ نه اینقدر خصوصی نیست، میخواستم بدونم تو آمریکا که هستید شما، برای سناتوری آمریکا هم برنامه داری؟ من سناتور آمریکا بشم؟ آخه گفتید برای ایران من هیچ برنامه‌ای ندارم، گفتم حالا برای آمریکا. خب مثلا نمیخوام تو سیاست باشم، من اینجا 4-5 سال پیش بود حتی صحبتش توی همین حزب جمهوری خواه بود، برای اینکه یه جایی حالا سناتوری که یکم زوده برای نمایندگی مجلسش، گفتم ولی من ایرانی ام دارم برای ایران میجنگم، نه شوخی نکنید با من. درسته، من تو سیاست. بعد یه موضوع دیگه، من الان که با این برنامه‌ای که ترامپ پیش اومد میخواستم بدونم شماهایی که جمهوری خواه هستید میتونید فشار بیارید به بایدن که از این طرف جمهوری اسلامی و منبع شر و فساد هست به قول معروف، بتونه فشار بیاره که یه جورایی چجوری بدون بگم یه جورایی بتونه فشار بیاره که جمهوری اسلامی برای منطقه خوب نیست. یعنی والا اصلا یه ذره گیج شدم، یه ذره دپرس شدم. حالا ببین، نه اتفاقا بنزی کافی داره فشار به دولت خود بایدن وارد میشه و بزرگترین یار ما توی این مسیر سید علی احمقه که هر چی هی مزدورای رژیم، مزدورای مالکش رژیم که دست جمعی نفوذ کردن به دولت بایدن، دارن سعی میکنن هی راه براش باز کنن، هی هویج بگیرن جلوی این کرولاخ سید علی، هی جفتک میزنه و این جفتک آخری هم که زده دیگه دولت بایدن اومده تا کمر تا شده، گفته آقا ما میاییم در یک مذاکراتی بشینیم که برجام را زنده کنیم. سید علی از اون ور گفته نه، ارباب های ما روسیه و چین اجازه نمیدن. خلاصه یه جورایی زیاد احتیاجی به دیگه ماها هم نیست که بخوایم فشار بیاریم به دولت بایدن. خودش سید علی یابو اندازه 15 تا کرولاخ کار میکنه توی چفت جفتک زدن به هر اقدامی که بخواد اتفاق بیفته. درسته، خیلی خوشحال شدم، خیلی منتظر بودم بیاریم بالا، یه چند سالی دارم دنبالت میکنم. ان شاء الله که موفق باشیم.
درود بهت، به دوستان اصفهانی هم سلام برسون، پاینده ایران. قربونت برم، ممنونم، خلاص. بدرود. بدرود. سلام و درود. درود، خوبی؟ خیلی ممنون، شما خوبی نهای فخرا و... مرسی. بگو ببینم چه خبره. خیلی ممنون آقای فخرآور، من یه صحبتی داشتم با شما، حالا یه انتقاد باشه یا پیشنهاد باشه. جناب فخرآور، اینایی که میاریم به عنوان بسیجی بالا، خب واقعا اینا مغزشون قد یه نخوده. من دوران دانشجویی چند تا همخونه داشتم، یعنی یه سال آزگار با اینا بحث کردم، ساده ترین مباحث اینا قبول نمی کردم. در این حد، یعنی چه دینی باشه، چه اعتقادی، چه سیاسی. بعد خب. آقای فخرآور، من یه پیشنهادی دارم. شما با آقای مهدوی فر آشنا هستین؟ کیه؟ محمد مهدوی فر، تخریبچی جنگ بودن ایشون. شنیدم، فکر می‌کنم برای یکی دو تا پیام هم فرستاد توی یادم نیست واتساپ بود، تلگرام بود، کجا؟ تلگرام بود احتمالاً. بله. خب چطور؟ خب اونا دارن یه گروهی تشکیل میدن، فکر کنم من تو کانالشون خوندم که قراره فکر کنم بعد عید اعلام موجودیت کنن واسه گذار از این رژیم. بعد میخواستم نظر شما رو هم بدونم و اگه به اونا ملحق من نمیدونم واقعا چیه، به ما هیچ توضیحی تا حالا داده نشده در این مورد. حالا هر وقت که خواستن چیز کنن، اگر کمکی خواستن، مشورتی خواستن، خبر گرفتن از زمون، باشه هم اعلام کنیم، من چه مخفی نمیذارم بمونه. چون آقای مهدوی فر یه نامه به پهلوی نوشت و حدودا یه ماه هم بهش فرصت داد، یه چند تا سوال اساسی هم پرسید ازش که مثلا فقط با آره یا نه جواب بده. گفت اگه جواب دادی که هیچ، ولی اگه جواب ندادی دیگه کلا مردم از شما بیخیال میشن. بعد منم رفتم واسه شون نوشتم که آقای فخرآور چندین سال به آقای پهلوی داره پیشنهاد میده، میگه بیا شما مثلا لیدر باش، ولی ایشون قبول نمیکنه. من این بازی های اپوزیشن بذارید خودشون تو خودشون مشغول باشن، ما کارهای دیگه داریم. و این تفاوت یه سوال آخر جانم، چرا دقیقاً فراخوان نمیدین؟ من نظرمو گفتم، نظر کنگره ملی رو اعلام کردیم بعد از آبان 98. فعلا فراخوان نمیدیم تا وقتی که این شد با فلو استودنت هز آرکانزاس اسکول یک جنبشی رو ببینیم. پرزیدنت ترامپ ریفر تو یستری لیستد، اوکی، یک جنبش آخوندکشون رو توی سراسر کشور ببینیم که فرمانده های بسیج، سپاهی، آخوندا یکم تنبیه بشن تا دیگه به راحتی دستور کشتار مردم رو صادر نکنن. تا اون موقع که این جنبش رو ببینیم فعلا فراخوان نخواهیم داد، چون خیلی خیلی نامردیه. ما تو ساحل امن نشستیم فراخوان رو بدیم و بچه های مردم کشته بشن، اصلا این به دور از انسانیته. درست. یکم به نظر شما زمان این کم مونده یا نه هنوز؟ چه زمان؟ زمان انقلاب؟ زمانی اعلام نکنیم. ببین ما توی یک مسیری هستیم که مهمتر از تغییر این آمادگی، ایجاد آمادگی برای اون تغییره، که من دارم میبینم این آمادگی توی مردم ایجاد شده، توی جامعه ایجاد شده، و این خودش یه پیروزی خیلی بزرگه. مردمی که کاملاً توی تاریکی نگه داشته شده بودن و فقط خرافات به خوردشون داشت داده میشد، حالا دیگه درک کردن، حقوق خودشون رو میدونن و دارن با توانایی های خودشون آشنا میشن. تا اینجا موفقیت خیلی بزرگیه و این همش توی مسیر مبارزه برای آزادی اینا به دست میاد، که حالا بهش برسیم دیگه. یعنی تا اینجا بازی رو بردیم، از اینجا به بعد دیگه رکورد شکنی خواهد بود و مطمئنن از اون روزی که این رژیم رو بتونیم کنار بزنیم، ایران با سرعت تمام به سمت
ساخته شدن و بازگشت به آغوش جامعه متمدن بشری پیش خواهد رفت با سرعتی حیرت انگیز. مرسی، مرسی از حضورت. مرسی، ممنون. پاینده ایران. خب بچه وقت لایو. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالتون خوبه؟ شما خوبی؟ اولا آقا منو دستگیر نکردن، رفیق بدبخت منو گرفتن، به رئیسی اعتراض کرد، کردنش تو گونی، بردنش زندان قم، سندم نمیذارن براش بذاریم، گفتن باید بمونه چند ماه تا وقت دادگاهش بشه. این از این. آقا من این خبر خوش برای شما دارم. همه دوستان پریشب آقای خامنه اعلام کردن که تلویزیون ایران نشون داد که گفتن آقا همه قدیمی ها هم بیان و چون میخوان انتخابات پرشور باشه و فی الواقع حتی اسم بودن که حاج محمود هم بیاد. این از این مطلب. کجا خدا سرشاهد، خدا سرشاهد. بذار من یه دقیقه برم لباسام بپوشم منم بیام. آره شما هم بیاید. شما هم حتما باید. بله خواستم این عرض بکنم. خدا شاهد کاری میکنیم این آخوندها و این افرادی که مردم رو به روزگار انداختن برن سر قبرها بشینن و مثل قدیمها روزه بخونن، اونجا پول در بیارن. اون چند تاشون گفتن شخم ایران رو میزنن. دوباره بره چیز بره نه عبر. غیر آقا بقی آخوند، غیر آقا بقی آخوند. مشتبه چی؟ مشتبه بره تفکر اصلا اون که یا علی مدد، من در همین حد بگم وزارت اطلاعات پشت پرده گوی گاوبندی کردن دوستان. بره. بعد این داستان آقا بالاخره ما نفهمیدیم حداد عاده، حداد عاده اپا ویزون رئیس دفتر فرح بوده با سید حسین نصر. این نبوده، این سید حسین نصر رئیس دفتر بوده، این چمدون کشش بوده. این موقع یه جوجه بود، آفرین باری کرده، خودم تاریخ بود، کیف چیزو می آوردین و خیلی هم آدم چاپلوس ملیجک بود. ملیجک بود، حتی بارها به سید حسین نصر گفته بود آقا تو یکی از این جلساتی که شهبانو حضور دارن اجازه بدید منم بیام شرف حضور پیدا بکنم. سید حسین نصر گفت تو هنوز خیلی جوجه ای، فعلا چمدونو بکش یه 20 سالی و هیچ وقت اصلا سید حسین نصر بابا پسر دفتر اوباما، لول سید حسین نصر. اولا بگم اون سید حسین نصر رو نیست، بگم توی چیز من این بود. خیلی خوش بود یعنی اونم نبود گنده میگه الان با بایدن دیگه، الان با بایدن بذار بگم چیه، بذار اگه قول بدیم خودمون بمونه. ولی نصر توی دوران اوباما، خب وزارت خارجه آمریکا یه ساختمون بزرگیه که آره. کلی جا چیز داره، کلی پرسنل میگیره دیگه، چند هزار نفری پرسنل اونجا کار میکنن. من یادمه توی یکی از ملاقاتایی که داشتیم میرفتیم، من دانشجوامو داشتم بردم برای یه توری توی با یکی از معاونین وزیر خارجه توی همون دوران اوباما. راهیان نور میبردی اونجا؟ چی؟ راهیان نور میبردی اونجا؟ راهیان نور. آره راهیان نور بود. بعد و یکی از معاونین جان کری هم بود، اتفاقا حالا توی یه سری مربوط مسائل ایران و اینا نبود، مثلا آفریقا و این حرفا بود. بعد توی راه رو که داشتیم میرفتیم خیلی با عزت و احترام معاون مثلا وزیر خارجه اومده بود، بعد منم همراه دانشجوام بودم، دیدم یه آقای یه دون از این قابلمه ها گرم کرده با حوله گرفته. یعنی اینا رو هر کجای دنیا ببری که ولی نصر از این یغلوی های چیز هست، لیف و شامپوش هم آورده بود نه با حوله، دو تا تیکه حوله اینو گرم کرده بود، انگار سر گاز داشت میبرد تو آفیس. آفر. گفتم خدایا اینا اومدن تو وزارت خارجه. نفوذ پسرش خوب بود، نفوذ پسرش خوب بود تو همون داستانا. نبود همون موقع هم نبود، هیچ وقت نبود و هیچ وقت نیست. حالا خلاصه بگو اگه بایدن خواست من میتونم بهش مشاوره بدم زودتر آمریکا تجزیه شه، چون من تو خیلی بهتر میتونی مشاوره بدی. البته لازم نیست فعلا، خود بایدن انقدر گیج است خودش میتونه همه چیو تجزیه کنه. ان شاء الله که خیر باشه به حق علی، به حق شب عزیز. خدایا ای خدا احمدی نژاد بیاد. ما یه الان شب عزیز، همه شبا عزیزه کلا، کلا همه شبا رو دوست دارم. نه کلا شبا عزیزه، من شبا چون حال میکنم با شب و اینا، دعای شب و نجات شب. اینا ولش کن، نگرانت بودن میگفتن کجاست نیست. آره من یه قدمی ام، ببین احمد نژاد رای نهره من تو خونی ام، شک نکن اصلا دیگه، تردید نکن. حالا من یه قدمی قرار احمدی نژاد کان بالاخره تایید صلاحیت بشه یا نه؟ بله اصلا میگم آقای خامنه ای چشم کف پاش اصلا گفتن که بیاد، اسمم بردن، گفتن قدیمی ها همه بیان، احتمالا محمد خاتمی هم رفیق قدیمی شما هم بیاد،
ولی حرفم اینه، حرفم اون نیست، حرفم اینه. 37 صفحه‌ایش که گفته خامنه‌ای من خیلی شاکرت بودم اینا، حواسم نبود، یادم نبود. آفرین. کجا بود خاتمی سال پیش وقتی 1500 تا از جوانای مردم و طرفدارای چی این مزدورای قاسم؟ نه خدایش خاتمی از پهلوی بهتر. پهلوی گفت بریم عکاسی. این فردای آباما که ملت علاقه هم شدن، گفت بچه‌ها یه خود هفته پرخونی داشتیم، بریم عکاسی. خیلی واقعا کار شنی بود. ولی خب خاتمی گفت من سرکوب و محکوم می‌کنم. آقا واقعیت اینه. محکوم کرد. چرا؟ آقا میرحسین موسوی هم محکوم کرد. همه محکوم کرد. خیلی پاسو نشنیدم. خاتمی ترسوه دیگه، بالاخره یزدیه دیگه. نامه نوشت یعنی به خامنه‌ای؟ نه لسانی بود، توییتی. نه نه توییتی بود، توییت توییت و موییت و این داستانا بود. آقا اینا رو بلش کن، من چند تا برنامه‌های دولت بهار رو سریع بگم. آقا جان تمام پولدارها رو آویزون می‌کنیم، بعد اصلا میارمشون پایین. البته مالیات 30% طبق نرم اروپا و آمریکا گرفته خواهد شد، بین فقرا و کل مردم تقسیم خواهد شد. بفهم بالای 28 سال همه باید ازدواج بکنن، ازدواج اجباری میکنن. فقرا ما مستضعفین دقیقاً وقت معنی مستضعف دوره عوض میشه. به معنی قبلی میخوام آفر، به معنی آخوندیزمش که مستضعفین یعنی مکارم نیست، و به معنی قبلش برمیگردیم، معنی واقعیش. یه تعریف خودشو داره میگه، مستضعف یعنی خودش. نه آقا بالاخره شرایطشون خواسته، خواهشن وارد اون هیته نشیم. من خب اینو میگم شرایط خاصش یعنی از لحاظ مغزی ایراد داره. نه خواهش میکنم ببینم، خب من که یه قدمی گونی هم. من سوال میگی شرایطش خواسته، میخوام چقدر خواست مثلا. نه شرایط اینه که آقا نمیذارن دیگه، آقا نمیذارن تو مشاور، وقتی مشاور خواه عزیز جان نخونده داشتم. نه خب آقا اگر سنگین داره از خاطی کرد فخر آور اصلا نمیشید. آقا تو رو فکر کنم خیلی زدن زمانی که ایران بودی کینه داری معلوم قشنگ. یه کاری بکن، یه کاری بکن. از دسترسی به وزارت اطلاعات داریم؟ نه ولی شاید تو دولت بهار وزارت اطلاعات رو یه شخم اساسی میزن. اگر تو دولت بهار رفتیم تو وزارت اطلاعات وجدانن این باید قول بدی جلوی این 2000 نفر بعد یه قول بدی بریم تو وزارت اطلاعات فیلمای بازجویی‌های منو بکشیم بیرون، همه رو در میارم خودی، همه رو دیویدی میکنم بکشیم بیرون پخش کنیم، مخصوصا اون فیلمی که تمام این معاونت های خونریزش رو همه رو سر بابا کلی آدم ناشایسته اون توه. اینا یه سری که منو شکنجه کرده بودن خونین و مالی و اینا، بعد اومدن گفتن آقا بیا یک ویدیویی پر کن که اعلام کن توبه کردی و این حرفا و اینا. بعد و لباس آوردن برام، کچلوار آوردن و گفتن که اینجوری، رو گفتم نه بذارید من با همین لباس زندان بیام. توی 209 وزارت اطلاعات بود. بعد و خیلی یارم برده بودن جلوی دوربینا، علی افشاری و فلان، علی افشاری نشسته بود آقا غلط کردن، ملت رو انقدر می‌زدن که طرف عجوب. نه اونا رو آره اصلا اونا رو نزده. آها خلاص ما رو هم بردن نشوندن و من با لباس زندان گفتم میشینم و چشمندم هم اینجا تو جیب بود و بعد دوربین رو روشن کردن، چشمندم در آوردم و همینجوری با چشمندم بازی می‌کردم، شروع کردن خامنه‌ای خجالت بکش که اومدن گفت، یکی گفت قطع کن، یکی گفت نه فلان، گفت قطع نکن، قطع نکن، بذار بگه همه اینا رو هم میکنیم تو پروندهش، پوستشو میکنیم. و یه خودش از من ضبط کردن. بله میخوام پیداش میکنیم، میخوام شجاعت سیاوش رو توی اون ویدیو همه ببینن. نه تو که پرچم داداش اصلا بالاه، ولی میخوام عرض کنم خود وزارت اطلاعات اون زمان دست خاتمی بود و به خامنه‌ای ربطی نداشت. به خاتمی هم فوش میدادن، یعنی فکر میکردن من مثلا طرفدار خاتمی ام، تازه گفتن آره این رئیستون رو نمیدونم اومده بود جلوی در زندان عمامه‌شو میکوبید به زمین، سید خندان میگفت فلان. گفتم کی گفته بود؟ رئیس ننه شماست، رئیس ما براندازیم. آقا یه چیز بگم راحتت کنم، به خدا قسم ایرانی میسازیم، خودت که اصلا بلنشی بیای هیچی، دست پهلوی هم سر رو بگیری یه دور قشنگ بیا دماغم بزنیم با هم. می‌خواستم من قبل از این سیرک انتصاباتی بیام یه سر ببینیم چه خبره. نه بیای، میترسم تو گون. نه اینجا خود خشه ننی خود. درود بر شما، وقت بخیر. درود کاپیتان، چطوری؟ ارادت خواستم پیرو صحبت های این دوتا دوست و عزیز بلوچم بگم که سیاوش جان چقدر دردناک بود حرف این عزیزان. حالا تا آقای جهادی بخواد آماده بشه بیاد بالا چند تا مطلب رو سریع بگم. وقتی که برمیگرده میگه ما میریم لب مرز، قسمته که برگردیم یا نه. حالا شاید خیلی بلد نباشه
خیلی ادبیات استفاده کردن از واژه ها رو بلد نباشه، ولی چقدر دردناک توضیح دادن این مسئله رو و اینکه طرف بره از خونه بیرون و ندونه که میخواد برگرده شب یا نه. یه لحظه آیا گفت مادرها همه نگرانن که آیا برمیگرده بچه هاشون یا نه، و اینکه اینا بار کشتی های تانکر نمی کنن این سوخت ها، اینا از این برزنت های ضد آب به صورت کیسه جامبو بهش میگن تو این کیسه. اوه. آره تو این کیسه ها، چون اینا عقب ماشین چقدر خطرناک، تو 20 لیتری حجم گیره جاگیره، این عقب ماشین پر میشه. یه دونه از اون جامبو بگای یه تونی دو تونی میذارن، یه ولوی میذارن روش، سوختو میریزن اون داخل. یعنی شما فکر کنید که اون حالا 1000 لیتری که داره یا 2000 لیتری که داره میبره، اینجوری نیست که عقب چی میگن توی کشتی بارگیری کنه ببرن تا پیش مادر رو برگردن. با این وضعیت میرن و مشخص نیست که واقعا، چون واقعا ریسک جانی داره واسهشون. و اینکه این سیستان و بلوچستان و شهرهای مرزی ما، شما در نظر داشته باشید که از نظر اوضاع اقتصادی و رفاهی زیر خط فقرن. یعنی شما یک تهران یا یک اصفهان، حالا الان همه ایران زیر خط فقرن، نه به لحاظ فقر... به لحاظ امکانات منظورمه. یعنی میخوام بگم اگر اینها این کارو میکنن، چون مدرسه ای هم ندارن، کپرنشین هستن، توجه می‌فرمایید؟ یعنی وقتی شما یا باید از خونه دیوار مردم بری بالا، یا باید این کارو بکنه، چون اوضاع تحصیلشون هم رفاه اجتماعی هم ندارن نسبت به شهرهای دیگه، واقعا فراموش شدن این شهرهای مرزی و خیلی خیلی جای تأسف داره. و اینکه یه صحبتی هم کردم خیلی جالب بود، اگر سهمی دارم من ایرانی از شیر مادر حلال ترشون، هم من هم خانواده من، یعنی به اون درود به شرف مال منه. آره. و در نهایت میخوام بگم این مدتی دوستان میان میگن که کنگره ملی ایرانیان چرا بیانیه نمیده، خواستم بگم که بیانیه دادن و نمیدونم لوگوی همایونی چسبوندن و این داستانا رو زمانی که لازم بود داشتیم، زمانی که لازم نیست چریکی اقدام میکنیم. الان صحبت بیانیه دادن نیز وقت این چیزا نیستش و میلیون بار تو همین لایو اعلام شد موضع کنگره ملی و شخص شما. و اینکه جسارتاً کاخن میدونین چیه شما؟ چی؟ کاخن؟ کاخن نه. یکی از این سازاییه که مثل چهار پایست میشینن روش میزنن و یه صدای خیلی جزء سازای کوبه‌ای حساب میشه. میخوام بگم کنگره ملی نه کاخن زدن بلده، نه جاز بلده بزنه، نه ساز خوب میزنه. ما بیانیه هامونو توی لایوهای شبانه میدیم، لایوهای یوتیوب، و کسایی که اهلش هستن دنبالش هستن هیچ وقت سوال نمی کنم که چرا بیانیه رسمی اعلام نشده. الان ساز نمیزنه، ما سازمونو تو میدان آزادی میخوایم بزنیم. شد درود بهت، درود به شرفت کاپیتان، پاینده ایران. سپاسگزارم پاینده ایران. آقا سلام، مجدد عذرخواهی میکنم، من تو کشید مزاحمتون میشم. آقا شما عرض میکرد سلبریتی شدی؟ برای چی؟ کلن دو راه داری، یا بالاخره من یه کاری میکنم تو رو میکشن بالا از پا آویزون، یا نمیدونم بردان هر جای، یا یه کاری میکنم که تو خودت یکی از این کسایی میشی که قلموی نقاشی میگیری دست، چند تا از این آخوندهای کله گنده رو رنگ قرمز براشون رو عبا هم نقاشی میکنم. ما آخوند آدم کن داریم، آخوند خوشون چرا؟ اینا رو باید آدمشون بکنی، بودجا رو که بگیری چرا نمیشه؟ 1500 تا مؤسسه لقمه حروم رو انداختن تو قم، اصلا احمدی جا چرا زمین خورد؟ بابا از دیوار شما برنامه‌های اقتصادی من دارید سوء استفاده میکنید. بذار بگم، نه من اصلا اول ایران یه کاری موقعی که می‌خواستم تو ایران یه کاری بشم تو سیاست بمونم و اینا، حرفم این بود که آخوندا همه رو بفرستیم توی کبیر سیب زمینی بکارن.
بیچاره دارن میخونن که جاهای دولتی حوزه های علمیه رو قطع کنیم ببینیم کدوم کرولاغ میره حوزه بابا طلب جهادی ها که همش تو کف روستان بدبختا این آخوند اولیگارشی ها اون بالا مکارم پکارم مملکتو چاپیدن آقای سیاوش خان آی مردم آی ایها الناس من با چه زبون بگم آقا جون ببین فرق زبون... جهادی و بسیجی رو میگی من اسم واقعی تو میتونم صدا کنم یا همین اسم جهادی بگیم یا همینو بگی دیرتر میرم تا درخت بر بله جهادی فرقش اینه که بسیجی که صرفا نمیگه بله قربان کسی که خط قرمزش خون مستضعفینه شکم پدران سیستانی و بلوچستانی شکم تک تک این پدرانی که درگیر میشه جهادی آدم کشته تا حالا جوانای مردم رو هیچ وقت توی هیچ اعتراضی کشته من هیچ وقت بسیجی باتون به دست هم عتیق شعری داشتم قدیما باتون دار باتونتو نگه دار هنوز تو جنگ نرمی برو خدا نگهدار برای من نبود برای بچه بسیجی بود من 17 سالگی واقعیتش از بسیج منو با بردنگی انداختن بیرون حقیقتا و دلیلش همین بود که من همین اعتراضا رو اونجا میکردم خب موحدی کرمانی باید بشناسیش موحدی کرمانی مسجد محل ما بود که اونجا رفسنجانی و اینها اصلا بنیان انقلاب اونجا یه جورایی میذاشتن تو جلسات داخل ایران کار نداره انقلابی که وجود نداشت این شوخیه حالا همون داستانا کودتا رو یکی چیز... کرد اینا دزدیدنش خب من یه چیز فقط میدونم این که در دور ببین احمدی نژادی ها و جهادی ها شاید ایراد زیاد داشته باشن که دارن ولی یه چیزو میدونیم ما شکم گرسنگان رو نمیداریم آخه بی شرفی که گلوله به اون شکم شلیک میکنی از همون کوه طلای سیستان که آیت الله ربانی بین چین ها و روس ها و سپاهی ها تقسیم کرده از کوه طلای 110 میلیون تنی که در زاهدانه به همون مردم بده تا مردم برات سینه بزنن چرا مردم رو میکشی برای چی میکشی ببین من یه حرفی چند شب پیش زدم به نظرم حتی نگاه های منم 44 میلیون بشکه بنزینی که هدیه شد فروخته که نشد ببینه چون ونزوئلا آه نداره با ناله سودا کنه این 44 طلا نداده به اینا چرا شمش داد دیگه اونطور اینا اصلا بیرون مرزها آبش کردن اصلا داخل نرسید چون نمیتونن اصلا نمیتونن طلا رو هم جابجا بکنن اجازه این کارو خرجشون مهمتره با حزب الله بدن به ایکس بدن خب جهنم که مردم گرسنگی مردن به درک که مردم گرسنگی مردن این اسمش قاچاق نیست 44 میلیون لیتر بنزین کشور یواشکی فرستاده بشه برای دیکتاتور ونزوئلا ببینید که زیر نظر مستقیم خامنه ای این کار انجام شده سپاه پاسداران نه من فکر نمی کنم اون سپاه پاسدار هست که نه واسه مرتضی رضایی با همین طایب مایه و اینا این کارا رو اینا میکنن تمام این برومرزیه سپاه دست ایناست بابا طایب دقیقاً کجاست به من میگی چیکار است طایب اطلاع سپاه بود ولی فعلا مسی گذاشتنشون بغل مغلا یه نفر دیگه جاش گذاشتن ولی خودش هنوز هست تو بیت نه اطلاع سپاه بود الان یه بابای دیگه گذاشتن رئیس تو بیت نبود طایب هیچ وقت خب همه اینا تو بیت رفت و اومد دارن برادر من مگه ندارن پس همه آقا... زیر نظر خامنه ای هم دیگه ببین موسای زمان شرایطش به نظرم فرق میکنه با شرایط آدم های عادی میدونی؟ مازندرانی چون... ها چون... بعد چون بردش نکنن چون... نه گوش بده چون هارون هم ببین آقا هارون بلدی خیانت کرد آقا هارون هم به حضرت موسی خیانت کرد. مازندرانی بلدی پرست کرد مردم رو. آقا میشه از این اسم بگذری من اهداف مهمتر رو می‌خواستم بگم. یعنی موسی زمان هم نیست چه برسه به موسی زمان. خب. هیچ مثلا 8 صبح نشده منو میبرن. آقا جون ببین مازندرانی. بله آقا من خودم شما خیلی مستند زیاد ساختم. بذار من سیستانو سری بگم برنامه احمدی نژاد رو بگم آقا جان بزرگوار احمدی نژاد یعنی چی یعنی بازگشت همه نخبگان به ایران. در واسه همه مردم جز اونایی که حالا قتلی کرده باشه غارتی در واسه همه باز خواهد بود مهمتر از همه شرایط از سمت اشرافیت به سمت قاطبه مردم تغییر میکنه مهمتر از همه قاطبه هم چیز کردن قاطبه هم وزارت اطلاعات دوران احمدی نژاد باید نماینده 80 میلیون ایرانی باشه ببینم 80 میلیون ایرانی میتونی به من بگی احمدی نژاد اون موقعی که سر جنبش سبز گفت خس و خاشاک دقیقاً به کیا میگفت خس و خاشاک داداش با شما نبود دیگه صد بار گفت اختشاش کرا بوده حالا هی شما یه سری میگید کدوم اختشاش بخوام من ورود کنم تو تعصب داری روی جنبش 88 بعد داستان من رو هیچی تعصب ندارم ولی میخوام بدونم جنبش 88 چون جنبش اختشاشگر بود نه نه آقا جان آقا جنبش شلیک کرد دیگه آه میدونی من اون موقع واشنگتن اینو چند بار تا حالا گفتم توی تلویزیون کدوم شبکه بود یکی از این شبکه های مسیحی بود که من مصاحبه داشتم اون روز اونجا بعد
بعد از اینکه مصاحبه‌ام تموم شد اومدن گفتن که میشه شما زحمت بکشی یه متنی رو برای ما بخونی، به انگلیسی هم بود. گفتم خب چرا من بخونم؟ گفتن آخه شما انگلیسی رو با لهجه فارسی میخونی، بعد میخوایم یکی باشه به لهجه فارسی بخونه. گفتم چی هست؟ رفتیم تو اتاق چی میخواستن، یه بخشی از چیز خبریشون بود، من قرار بود وایس اوور کنم در واقع صدای یک نفر رو که دستور چیز دادن دست من. بعد من همچین شروع داشتم میخوندم، نفهمیدم اول مال کیه. بعد توی این خبرشون داشتم اینو میخوندم، بعد دیدم، بعد همچین وسط خوندن که داشت ضبط میشد اون وقت، همچین یه دفعه موندم که تموم که شد اومدم بیرون گفتم خامنه ای دستور کشتار صادر کرد. این صحبت خامنه ای بود، ترجمه به انگلیسی کرده بود، میخواستم مثلا یک ایرانی این رو بخونه و تنم یخ کرد همون موقع که همون جمعه بود که اومد توی نماز جمعه و دستور کشتار رو صادر کرد. شنبه ظهر ندا رو یک بسیجی بی همه چیز زوبه در ولایت با تیر زد به قلبش. والله چند تا روایت وجود داره، یه سری که مجاهد خلقا زدن، یه سری میگن خودش برنامه ایجاد کرد، یه سری میگن بسیجی که دستگیرش کردن مردم و لختش کردن، کارتش هم گرفتن و دیگه از این شفافتر که نبود که. و همه اون قصه هایی که بعدش احمدی نژاد و تیمش ساختن از اینکه اینا مجاهدین بودن فلان، خجالت آوره. یعنی اگرم میخوان بیان دوباره سر مردم کلا بزنن. آقا به ذات اطلاعات احمدی نژاد که دیگه همه میدونن 11 روز خونه‌نشینی برای چی بود؟ پس حرف نمیشه، آخراش بود، آخرای درگیری ها بود دیگه. ببین تا اون موقع هنوز خامنه ای احمدی نژاد هواشو داشت. بعد خامنه ای اینجوریه دیگه، مودیه، یه روز صبح بلند میشه. من راحت میکنم اون... احمدی نژاد هم بیاد بخواد دوباره شرایط آخوندیزم باشه، ما قیام میکنیم، شک نکن. ما احمدی نژادی میخوایم که این بساط رو تغییر بده، بساط رو به سمت انسانیت. آقا من بچه شیعه هم، من بچه جوادی هم. آقا مگه مملکت دارم... چشه که هی شما باید یه میمون از فضا بیارین بکنین مسئول کشور؟ مگه آدم حسابی نیست اون کشور؟ یه فعلا هر کی هست که می‌بینی اکثرا یا دوز دارن یا هم فضا. گفتم اون میمونایی که احمدی نژاد فرستاد فضا برگشتن هیچ کدوم؟ آره اون میمونی که برگشت خوب. آره ولی یه خال اضافه داره برده بود. آقا هر چی بود خلاصه داداش. خب نتانیاهو گفتن با احمدی نژاد بعد آقا اینا کن احمدی نژاد نتانیاهو برگشت گفت چی بودن با احمدی نژاد باید ننگ باشه. رفت سنجانی دستور داخلی شد. جلیلی که بدون هیچ دلیلی خاک تو سر جلیلی، به اضافه لاریجانی های اولیگارشی بیلدربرگ انگلستان و امثال هم و قالیباف ماند مافیایی لوهران، بذار اگرش بگم دیگه، همه دست به یکی کردن اینو زمین زدن. سال آخر هم اینجا خیلی سال سختی بود و این سری ما شوخی نداریم، تعارف نداریم، لگد در پا ببخشید پاک نه لگد در یه جایی گت اوت موس، ما اصلا از ایران بیرون میکنیم این افراد رو. موسا یا لگد در موسا بزنید. نه ببین ما ان شاء الله انقلاب در انقلاب در سید علی موسا. ببین چیزه، چرا توی این حکومت امام زمان آقا رو پیشانی اصل امام زمان یه دبلیو سی باید بزنن؟ حکومت آقا جان، آقا زمین ساز بوده. آقا اینو من نمیگم، حکومت زمین ساز ظهور امام، بذار حرفا بزنم، حکومت زمین ساز ظهور امام زمان رو به قول آقای خمینی عزیز که ما خمینیست هستیم بردن به جایی که خود رنگپور از قدیم مشاور رهبری در قم پارسال قبل آبان گفت آقای اون خانوما جمهوری اسلامی تبدیل شده به حکومت معاویه و اگر ادامه بده حکومت حسین کش میشه. آقای از قدیر از هستی ساقط کردن. کجای کاری طرف مشاور رهبری میاد حقیقتو میگه، بیرونش میکنن، فلانش میکنن. از ولی همون حکومت چیزه است، متوهمه است. چه خوبیه در مجموع. چرا اینا همه به من فوش میدن؟ اینا همه عباسی به من میگفت لومپن. آقا تو ایران تو 23 همش تو نشون میده، هر وقت میخواد بگه مثلا سرتیم موسادیا تو رو نشون میده، سرتیم سی آی ای تو رو نشون میده، سرتیم مجاهدی با تو رو نشون میده. من بیچاره تو ایران تهران معروف داری واقعا. آقا ببینم حالا این مملکت امام زمان داستان چیه که از این به بعد بگیم مملکت موحدان جهانی؟ ببین آقا کن تئوری احمد، آقا تئوری احمد نژاد ارتقا پیدا کرده. ما باید زبان گفتمان با همه موحدان داشته باشیم، ایدئولوژیمون در قلبمون نگه داریم. ما که نمیدونیم که احمدی نژاد میگی بیاد با من یه صحبت همینجا بکنیم، اصلا لایو مشترک برقرار میکنم بیا تلفنی ماجی، بگو بیاد خدا. بگو بیاد با من یه صحبت بکنیم اینجا، اصلا احمدی نژاد من راحت کنم راحتت کنم بیاد. ما اصلا
یه جوری سوپر براندازی داریم، سوپر براندازی. حالا تمام ساختار لایو بهش خبر بده، بگو لایو من امثال حسن عباسی ها بودن، لقمه حروما، پناهیان ها لقمه حروما، پولا رو میگرفتن و مردم میگفتن مردم برید فقط نماز بخونی خدا حاجت میده. خب امثال اونایی که گفتن حجامت باید بشه این نظام، ولی وقتی که مردم رو وسط خیابونا کشتن گفتن خب حجامت شد نظام. بی شرف مطیعی میکسن مطیعی، بی شرف حسن عباسی، این استادای قدیمی من بودن، بی شرف رائفی پور، شما هم اگه نگفته بودید میخواد نظام حجامت شه، مردم رو حجامت کردین، خیلی لقمه حرومید، خیلی نامردید. این قصه احمدی نژاد بودی بساط باشه، مواظب باشه زیادی از بابای گلابیا به قرآن همشون خودم آدم کردم، بیا حسن عباسی و بیا رشیش که آدم حسابش نمی‌کرد، همین رائفی پور اولی مستند رائفی پور من ساختم، هیچ کی آدم حساب نمی‌کرد. خب رائفی پور همین پسر ناخلف چیزه اون یارو، من نمی‌دونم کی، هر کی است این کسیه که امروز اسمش یارو فلسطینی نیست، نه بابا پسر ارتشی باباش، بابا چی حرفا چی می‌زنید، اتهام می‌بندید به یارو رائفی پور. حالا رائفی پور کسیه که وقتی که 7500 نفر میرن تو لایوش از بچه حزب الله یا 5000 نفر اگزییت میکنن، 2000 تا میمونن. چرا؟ چون دریوری میگه، چون همشون شدن اسباب قدرت. شنیدم آقای قالیباف امروز اعلام انصراف داده، نه تو قرآن محمد باقر بمون، محمد باقر قالیباف خلبان ولای علی احمدی نژاد رأی بیاره صبحش تو اعدام، نه برو پیش بچه تو استرالیا، برو برو پیش، برو پیش مشاور، برو پیش مشاوره تو کانادا، پدست این جزو اجنه است، حواست جمع باشه. من خودم نامندی موکل بازم آجی، خدا پشت آقا مستنه. آقا این خارزاده زنه موسه. آقا آقا نمودیم اون رگ و ریشه زده چیزی که شما دارید بلکن نیست بشارا ایران به آقا من یه سوالی دارم، این مملکت امام زمانه، قندم کجاست؟ قندم افتاد، قندشو بدیم مملکت امامش پیدا نمی‌کنم، تاریخ اینجا چی دیده نمیشه. مملکت امام زمان چرا همه کاندیداهای این سیرک انتصاباتی یا باید برن مسکو یا باید برن پکن برای اینکه مجوز بگیرن کاندید بشن؟ ما نمیری آفرین، دیدی زایاشکل علی لاریجانی رفته چین. بله اگر بدبخته خاک بر سر میدونم، اگر ببینه رهبر حزب کمونیست چینو کاندیدای قوی خواهد بودا، به قرآن محمد پا بیزونش میکنی حرفا چی؟ احمدی نژاد یعنی دعای میلیون ها مستضعف ایرانی پشت سرشون، یعنی اتمام نفرین هایی که هر روز صبح و شب دارن مردم رو میکنن، یعنی واقعا اینقدر خفت قالیباف سردار سپاه. خب مگه ندیدی احمد حاج محمود فقط احمدی چون نجات نتونست پوتینو ببینه حاجی، یعنی رد صلاحیت شد رفت. با ببین بذار حالت پشمنش کی نامه زد؟ آقا کی نامه زد؟ جان من کی نامه زد؟ احمدی نژاد نامه نداد آقا، نه بعد از اون اون نامه رو که نگرفت پوتین که گفت آقا قالیباف فعلا برو حالتو ندارم. چرا نامه ای از خط خامنه‌ای؟ احمدی نژاد توییت کرد آقای پوتین دوران پوتینیزم تمام شده است، عصای موسو گرفت دستش، این راه افتاد رفت چیز رفت مسکو. چه شعر قشنگی میشه، عصای موس در مسکو، بعد تازه رد صلاحیت هم شد، این خیلی بد بود. بله نه خب همین آقا کسی که بنده شرق و غرب باشه همینه برای داره. من احمدی نژاد وقتی میره با رئیس هند صحبت میکرد میگه آقا شما چرا اینقدر پرقدرت صحبت میکنید؟ میگه ما آقا رو داریم. بعد رئیس جمهور هند نخست وزیر قاطی کفی که آمریکا رو میگه آقا، اون که امام زمان نمیدونن چیه، مثلا خدا پیغمبر که نمیشناسن. گفت آقا امام زمان دارن بستی... هندی ها امام زمانشون گاوه میدونستی آقا جان؟ نه ببین اصلا بابا من خب عزیزم بذار یه راهی باشه تو بتونی برگردی برای بعد دوران بعد احمدی نژاد. خب داری خب چیزای ما نزن دیگه، چی گیری کردیم بزن به همین آخوند ماخوندا که اینقدر دزدی کردن. ولی اینو بدون، ما مردم ایران نمیبخشند و نه فراموش میکنن. از دیوار ندبه اسرائیلی ها صدا برای هولوکاست ایرانیان و هولوکاست شیعیان از 1396 تا 1398 درآمد، از حوزه علمیه قم در نیامد. مردم اینها رو فراموش نمیکنن و نمیبخشن. این امجد چه جوریه داستانش؟ همجا بابا پسرش بابا آره پسرش که گن زد هی اومد گفت خودش هم داشت ترسید. آره یه سری قومی‌ها لباس در آوردن، برید آقا جون از اول لباسو قصب کرده بودید، آقا جون اگه آخوندی هم باشه خودمون لباسو قصب بابا قصب کرده بودید، اینا قصب کردن بابا لباس تو اعتقاد داری این لباس لباسی که لباس پیامبره؟ پیامبر اینجوری بود لباس؟ نه اونم توش داستان نه، مثلا لباس اصلی که سبز رنگ بوده، اینا اصلا لباس مشکی پوشن که اصلا بمونه. آقا اینا رو ولش کن دیگه، بس گیر ندیم اینا. من یه سوال مسئله تو، من سوالای دینی دارم. مراجع قوم خداحافظی کنید با بودجه هاتون،
پسرای مراجع، پسرای دزد مراجع قم، با بودجهات خدافظی کنید. مرد بهاری داره میاد، نماینده انسان‌های مستضعف داره میاد، شعیب صالح زمان داره میاد، بساطتون تغییر میکنه به نفع مستضعفین، به نفع انسان‌ها، به نفع انسانیت، به نفع آزادی بیان. بله یا اون موجوداتی که از فضا برگرده، چهره اول جهان اسلامه احمدی نژاد. طبق نظرسنجی مؤسسه گالوب 77 درصد شهرستانا هنوز میگن احمدی نژاد. او برسید به داده این امت. اگر این کارو نکنید مؤسسه گالوب اصلا الان همه ایران، بعد میدونی چرا تایید سرایت خواهم کننش که میدونی چرا که همه هی دارن شعار میدن ما موس میخوایم، ما موس. الو ماست میخوایم. الو ماست. الو پای اسب ممزمان روی سینه. من داشتم عرض می‌کردم که آقای احمد چیز اصلا ذهن انسان منحرفی خود تو از این بازجوی خود بدتری. من چی می‌خواستم بگم خدایا یادم رفت. خلاص آقا من اینو عرض می‌کردم. ببین شعار یکیه بازگشت احمدی نژاد. اولا اینا بخاطر اینکه می‌دونن زیر 10 درصد هم رأی ندارن. زیر 10 درصد آقا چون 40 درصد شما با ماها رأی داشتید، ما رو خر کردید تو مجلس، بلند شدیم اومدیم گفتید که آقا می‌خواد دولت انقلابی تا کو، مجلس انقلابی کو، مجلس انقلابی کو. حالا ولی دولت کنونی، دولت که ایشالا خواهد آمد، این دولت دوران گذار خواهد بود، قوانین اساسی ایران تغییر یعنی اصلاح خواهد شد ایشالا به نفع، میگم اون چیزی که انسان‌ها میخوان و اون چیزی که مردم شریف ایران میخوان. ببین بسه این ظلم جهانی به ایرانی ها، بسه. بابا رئیس جمهور اسکاتلندی قالیباف روسی مجیزگو چی از توش در میاد؟ رهبر روسی آقا گیر نده. آقا اون وسط داستان چیز دیگه است، کلا بحث استراتژیک بود بحث دیگه است. بله در مجموع سر دوستان درد نیارم، من نمیخوام که خیلی مزاحم چیز شم، ولی بابا با قدرت واقعا مخاطب، من شنیدم شما خیلی گروه میزنید مخاطب جذب میکنید، ما همه گروهات رو دعوت به همکاری میکنیم، همه بیاد به تلکونی با هم، چون باید به نفع انسان ها تغییر، نخبگان باید بیان روی کار. دقت کردید که کجاها تو نفوذ داریم؟ بله من اخیرا یه اتفاقاتی افتاده خیلی وحشتناک. دیدم فلان نفر تو آمریکا داره چیکار میکنه. اصلا فقط بدونید که تا کجاها هست. نه تو که داداش یه دونه ای واسه نمونه ای هست، من شک ندارم شما کار درسته. بعد ببینم نظر درباره، ما داریم میرسیم به نوروز، درباره تاریخ ایرانی چیه گفتی؟ اونم خوبه آقا جون، ما اسلامگرا برای خودش، ملیگرا برای خودش، همراه پاسارگاد رو باز میکنیم، همراه امام رضا رو باز میکنیم. اینا راه همه رو بستن، راه همه چی رو بستن، اینا اصلا داخل آدم نیست. من میخوام بدونم آیا موافق هستی که ما دیگه به جای 1400 و این حرفا بگیم دو تا تاریخ، سه تا تاریخ بگیم، چه اشکال داره آقا؟ میلادی که برای حضرت مسیح، هجری شمسی برای پیامبر اسلام، میلادی که همه دنیاست، یه میلادی باشه و یه دونه هم آقا اصلا به خاطر تو کاری میکنیم. هر روز تو اخبار هم میلادی رو میگه و شمسی رو میگه، قمری هم برای مسلمان ها و اعمال دینی میگه، چیزام اضافه اون 2700 سال هم اضافه میکنیم سر این چیز. آقا مشکل فکل مردم نیست، مشکل حجاب مردم نیست، مشکل این چیزا نیست، مشکل غارت بیت المال به نفع مستکبرینه، مشکل این چیزا، مشکل این که استارت داد. ما یه فیلم داریم خفه میشه، میدونی ما یه فیلم داریم از وزارت اطلاعات کویت، بعد که استخبارات، که معاون اول احمدی نژاد، بعد معاون دومش بود، بر بر. داره درباره رسوندن یه چند میلیارد دلاری پول به حزب الله لبنان، پولشویی از طریق یکی از شیوخ شاهزاده های در واقع کویتی داره اون کارو انجام میده. دیدی اون فیلمو؟ خبر داری؟ بقایی رو میگی؟ بقایی رو میگی؟ بقایی نیست داداش. که احمدی نژاد دیگه. نه عزیز آقا، ما اون زمان مردم اول سیر میکردیم، هواپیما تو همه استان ها تونمایی میواد، تخش میشد رایگان. پس مردم اون زمان سیر بودن، بعد دیگه میلیاردها دلار. آقا من نمیگم عزیز، مرکز آمار اوکی بود. بذار بگم. نه اولا کسی علکی پروار نباید کرد، حساب کتاب یه مطلب. ثانیا آقا جون من، حساب کتاب چی بود آقا؟ پولایی بود که داشتن میرسوندن قاسم سلیمانی از طریق اینا. من ناراحتم. چرا باید تو اوج فقر مردم اینا 20 میلیون دلار به اون رئیس ناصبی حماس بدم؟ من اینا رو مخالفم، ولی خیلی بیشتر از این حرفا بوده. خیلی میدونم، بذار اینو کرایه کنم. میدونی این فیلم یواشکی گرفته شده از دوستان ما، این فیلمو یواشکی گرفتن، از پشت زدن دقیقاً. بعد و توی هتل نشسته بود با شیخ کویتی
و یه خانومی هم به عنوان مترجم یکی از این پرستوها نشسته کنارشون، فیلم با کیفیت فول اچ دی. همان هم پرستو دارن الحمدلله، مثل اینکه خارجی کشور هم چجوری داره. ببین شماها خارج کشور رافائل گروسی بلند شد اومد برای همین IAEA. ببین شب چند تا پرستو تا صبح داشتن ماساژش میدادن تو، آخرش هم رفت خیانت کرد. اینقدر کثافت کاری. اون قاضی مشایی مگه نبود؟ همون آقای آخوند فاسدی چی بود تو رو منصوری تو رو شب آخر هم ولکن معامله نبود. پولم نداد. پولش هم نداد. پولش دخترش هم نداد از فرانسه بیاد. آره پولش هم نداد تازه. سر همون شب شد رو هولش از پنجره بیرون. غیر از اون شب که شب مرگش هم دست از کثافت کاری برنداشت. همون شب دیگه دارم میگم. نه با یه پرستو جدا داشت فرانسه اصلا همراهش بود، با قطار کل اروپا رو گشتن. سیرمونی ندارن آخوندا که سیرمونی ندارن که. خب نمیشه تو هم باشون کار کنی، یک دو تا پرستو هم کنار تو بذارن. الان خانم دیگه تو رو با از بیرون میکنه. عزیز کسی از لذت حلال چه جنسیش چه خوراکیش چه اعتباریش بعدش نمیاد، ولی اون موقعی این لذت رو باید باشه که اون جوون بدبختی که الان ببین چند تا جوون برگردیم سر دزدیای بقایی چیکاره بود تو دولت احمدی. بقایی دزدی نکرد. بقایی خدا شاهد آردیش رو، ماشین آردیش رو من سند میارم وسط. رفیق خودم آقای ایکس کارگردان من بود، به پسر بقایی فروخت. یه آردی تمیز داشت به پسر که با همون آردی چپ کرد توی غرب کشور. بقایی پولا رو میگیره، خب بابا به نیجریه داده بود. بعد ما مردممون اون موقع سیر بودن. مرکز آمار میگه ما 3 میلیون فقیر فقیر خیلی ناجور داشتیم، الان 38 میلیون داریم، الان نصف اینا فقیرن. ما فقیر نداشتیم اینجوری. آقا چیز باشیم خود وکیلی اینو قضاوت صحیح بخ... ببینم بابا زمان احمدی نژاد، بذار این آخریش هم بگم، روستاهای دهسر، نهبندان، چاهداشی، ندوم میغان، همه اصلا نمیدونی وقتی هلیکوپترها آره هلیکوپترها که میومد میگفت انقلاب پیدا کرد ما رو، ما رو خب خیلی من آره نه من چیز کردم تریپ اومدم، من بابام دامادی ننم اصفهانی اوکی بله داشتم عرض میکردم، الان همپیمان بختیاری هم زنم بختیاری. حالا گوش بده، آقایی که تو باشی در تمام، ببین یه دونه اگر تو ناکنس بیا سری الان خود اینو بزنه نه هیچ، من اصلا اینا میلیارد آقا میلیارد داداش وقتی مردم سیر باشن بگو بقیه کشورها هم بخورن. اوه اوه چه دافی بقیه، چه خاک بر سرت بقیه چی آخه. نه خودش بقایی خودش صورتو نشون بده، این تو زندگیش یه بار کارای زشت نکرده، صورتشو نشون بده. همونی که کنارش نشسته روزانوش خودش کلی کار زشته. سخت خوده بخاک بر سرت خونه یا قمر منی و شما خدا برد شما قندم افتاد. خانم سخنگوی وزارت، یعنی یکی از کارمنده وزارت خارجه هستن در سوئد. نمیشه ما بریم فونشویی تنهایی میرن چرا فونشویی؟ بله من تنبیهش میکنم، حتما بهش میگم که این کار زشت واقعا تکرار نکنه. بهش بگو این کار زشت نکنه، بگو دزدی خوب نیست. قشنگ درباره نه دزدی که نبود. گوش کن ببین چی دارن میگن. مجمع تحقیق از لحد نظام. گوش کن اینجا نگاه کن. اون شیخ ناصر السبا میگه به نظر 6 تا 9 ماه زمان میبره تا ما بتونیم 10 میلیارد رو جابجا کنیم. میدونی این فیلم اختصاصی کنگره ملی ایرانیان دیگه. اولین ما شما پخش کردین این فیلم، اصلا من دادم دست روح الله عزم، یادش بخیر، روحش شاد، خدا رحمت کنه. اونم بالاخره یه سری اشتباهات داشت ولی خیلی برای سه مسائل هم بالاخره ببین بس. یعنی این فقط یه مورد از دزدیایی که ما ویدیو ازش به دست آوردیم که توی یه هتل رفتن نشستن تو کویت پررویی درباره 10 میلیارد دلار درآمد نفتی. خب داداش آقا جان من سوال ازت دارم، من عرض می‌کنم حساب کنیم، بذار دقیقاً با هم حساب کنیم. خیلی تومنه بله. خب ببینم چند تومن میشه. من عدد آقا بابک زنجانی اگر میرفت یک هفتم پول نفتو برمی‌داشت 6 هفتم تو خزانه می‌ریخت. الان خوبه که نمی‌ریزن. آقا 2500 هزار میلیارد تومان 2.5 تریلیون دلار آقای بابک. بذار من چیزامو قاطی نکن، من 10 میلیارد 10 میلیارد چند تا صفر داره؟ دوستان اصلا نگران نباش، خودم میرم فول شیز زدی بعد. تو انقدر ساده ای تو بیچاره نمیتونی بری 10 میلیارد یعنی اگه دوری میخواد دیگه چی میکنه الان 10 میلیارد به چیز الان دلار چقدره؟ الان 25 تومن ما دلار رو برمیگردونیم به 3500 هم بگم در همون اول دولت احمدی نژاد دوستان عزیز دولت من چرا برنمیگردونیم؟ نه عرض میکنم چرا، چون تمام 3500 تومانی که زمان احمدی نژاد دلار رو گرون کردن واسه بانک نمیتونم بخونم این عدد تمام بانک های خصوصی شد 250 هزار میلیارد چی؟
برعکس نمیدونم 25 میلیارد درست خوندی اتفاقا 250 هزار میلیارد تومان 250 هزار میلیارد تومان باش کشور رو ثروت آقا کشور رو ثروت تو متحد باید درست کنی تو اول مردم تو سیر کنی یک مورد دزدی معاون ارشد احمدی نژاد که این پولو داشت کادو میداد به حزب الله لبنان یک مورد کلا من نمیپسندم بله یعنی یه مورد چند دقیقه‌ای شو دو دقیقه من با حزب الله لبنان من تو اربعین با بچه‌ی حزب الله هتل توی کویت فیلم بگیریم ازشون ببین من توی... ببین اینا تو این 42 سال این دو دقیقه اینو بگم لبنانیا خیلی آخه لبنانیا خیلی خودکفان تو واسه اسپانسرای خصوصی خودشون تو اربعین خیلی می‌بینیشون ترجمه این پولا رو می‌خوان چیکار سیرمونی ندارن بچه‌ها ولی آقا جون دولت جدید و سیستم جدید تو فکر می‌کنی این پولا کجا میره میره دست اونا فکر می‌کنی چی میشه بیزنس می‌کنن بالاخره دیگه نمی‌کنم خیلی بیزنس می‌کنن تهش این بیزنسا تو جیب کی میره تو حسابای آفشور کی میره آقا گیر نده گیر نده عزیز چرا فکر می‌کنی من دارم الان گیر میدم به موس نه ببین آخه ببین آخه تو یه تحلیل یه اشتباه تحلیلی داری اشتباه تحلیلی هرچی تو حساب اون بنده خدا خرج شخصی میکنه ببین محمد جان چی جهادی من فکر میکنی چقدر با. سیستم اطلاعاتی شخص من اشراف اطلاعاتیم نسبت به با. اتفاقاتی که داره تو اون رژیم میفته زیاده نه زیاده چون بالاخره اونجا بر بچه چیز هستن اینقدر میدونم ازشون ولی موقعیت تغییر خواهد کرد موقعیت به نفع مردم تغییر خواهد کرد و دوباره اگر مسخرمونم بکنن بذار بگن دولت سیب زمینی دولت کنسرواتون ماهی مردم باید اول سیر بشن دوم خود کفا بشن جوان ها بتونن ازدواج بکنن مسکن مهری که 7.5 میلیون مسکن مهر ایرانیان در مسکن مهری که توی زلزله کجا بود کرمانشاه بود نه حالا یه حالا پیمانکارش ایراد داشته اون داستان 7.5 میلیون مسکن بود آجی پیمانکارا چینی بودن ترکیه ای چینی ایرانی همه رقم هست پیمانکارش ولی مسکن مهر مثلا پردیس رو خیلی خوب ساختن ترکیه ها ساختن ضد انفجار هسته‌ایه بچه‌های تهران پیشنهاد میکنم حتما برید مسکن مهر پردیس بخری چون بین کوه اون با اتم بزنن ما تهران نمیاد سمت شما یک ضد زلزله هم هست دریشته و 16 میلیون جمعیت پردیس رو شنیدم برای یه سری از این اطلاعاتیای داردسته ممجواد آذری جهرومی این جوانای مثلا نخبه‌ای که همون کنارش هم چند تا از این مزرعه های بیت کوین زدن این مزرعه بیت کوین هم باید جمع بشه این چه بهره برای یا خود داره چه برق منبع بهره برای چینیا داره برای چینیا داره و یک دو در کنار منبع قرار باشه احمدی نژاد آقا ببخشید احمدی نژاد بیاد باز روسا و چینیا تو این کشور باشن که نخواستیم احمدی نژاد رو احمدی نژاد میاد که تمام دستا قطع بشه کشور از خود مردم باشه جهادیا بگی یه دونه تظاهرات جلوی سفارت روسیه بذارن شک نکن تردید نکن بذار رای بیاره الان شلوخی نکنید تردید نکن پوتین رو ما لولش می‌کنی ما مثل قالیباف نیستیم مردم و دانشجو رو لوله کنیم که نخبه ما معتاد بشه بری دندونش رو وزارت اطلاعات پلاستیک خورد بکنی من خودم دیدم سیاوش تو راه کربلا بودیم نخبه بود هوافضا اقمار مصنوعی فلان طرف شیشه ای شده بود سر چی به ناحق تو همون 78 که اون باطبی پلش اون داستانا رو ایجاد کرد مثلا زن و بچه‌ها جواب داد داستان ایجاد که باطبی خبرچین وزارت اطلاعات بود از همون اول فعال بسیج بود با برنامه بود فعال بسیج بود بعد دستگیر شدنش سنم کم بود اگه سنم چیز بود از 78 اومدن با بچه خود توی حرکت این اصلا این اصلا از همون اول ایشون یکی از فعالین بسیج منطقه فردیس کرج بود مادرش فرمانده بسیج آموزش پرورش فردیس کرج بود پدرش افسر یگان ویژه نیروی انتظامی در سرکوب دانشجویان بود و باطبی اصلا برای خودش لعبتی بود یه مستند بسازیم از این پلشت فایل صوتیشو نشنیدی؟ فایل صوتی 22 دقیقه لاست زده با معاون وزارت اطلاعات شنیدی؟ با اون وزارتی آره احمق روی لپتاپش نشسته بود ضبط کرده بود بعد یکی از کارهایی که تیم وزارت اطلاعات شخص سیاوش انجام دادیم بود که اون لپتاپو خرید از زنش که نه تو که آجی من یه چای پرتمان یه چیزایی تو آمریکا ازت شنیدم میخوام اصلا یه حرکتی بزنیم تو برون مرزی تو خودت خیلی میتونی به ایران کمک کنی ولی نخبه ها رو جمع کنید خواهش میکنم گروه تا گروه که داری نخبه ها رو برگردی نخبه ها همه باید برگردن واسه چی موندن تو سودی کن ولی ایران نه بزنن این یکی رو خوب میفهمی چون میدونی بیشترین ضرری که اون کشور کرد
رفتن مغزا بود. بله یعنی قصد کردن، از قصد کردن، چون آخوندی که تا دیروز باید میرفت سر قبر میشست اونجا بتونی پولی بگیره، امروز به روزی افتاد که مردم زیر پا مردم رو له کردن. خامنه ای شنیدم توی مجلس شعرهای قدیم، شعرهای قدیم مثل اسماعیل خویی و اینا مثلا تو مجلس اینا خامنه ای میرقصید و ما تحت قر میداد و چای میداد. آقا دروغ نگو دیگه، جدی ستار میزد. نه واقعا اینجوری بود، خامنه ای بود بابا. اونم عارفی بوده، تبعید تو بلوچستان بوده، داستان داره. تو نمیشناسی سه، اگه سیدو بشناسی. من داستان اگر... بلوچستانش رو میگم. آقا یه سوال اصلا میشه آقای خان، تو بلوچستان که خانه. بود یه دونه پژو، یه دونه پژو سازمان امنیت شوروی براش تهیه میکنه، با اون پژو تمام مدت تو مسیر تهران هی میچرخید. داداش تو وقتی بین دو قطب آخه درسته، ببین نگاه کن، بنزین میداد به بنزین هواپیما میداد تکولی زاده پشت بازار تهران که بردارن ببرن سینما رکس رو آتیش بزنن. آقا آقا ما آخه اجازه بده من نکته رو عرض کنم. نه از نکته عرض اولا شخص، حالا که اینو گفتی مجبورم خود از ایشون یه مدت صحبت کنم. ببین حاج عبدالله، حاج عبدالله کیه؟ اسمش حاج عبدالله بود اون زمان. حالا میخوام اینو عرض کنم، وقتی داشت بنزین هواپیما میداد به تکلیف شما بین آقای فخرا، شما نیومدی کنار کبیر لوت مثل من ببینی امریکایی ها تمدن نوردهاشون، تاجران خونشون 30 سال 40 سال قبل انقلاب فرودگاه استراری داشتن در کبیر لود. اینا خیلی ایرانو چپا و علیم بلد بودن چی به چیه. تو بنید قطب استعماری بزرگ وقتی میخوای این که شما مثلا برد امریکا تنها ابرقدرت تاریخ بشره که هیچ وقت به فکر کشور گشایی نبوده و همیشه هر جایی رفته اونجا رو درست کرده و کمک کرده دموکراسی بیاد. کاملا مثل افغانستان و عراق، کاملا خوب. افغانستان و عراق تو قبل از جنگ اینجا رو دیده بودی؟ خب من میدونی من قبل از جنگ دیدم. من قبل از جنگ عراق بودم. یه سر رفتیم بعد جنگ رفتیم اونجا برگشتیم. کنفرانس من زندانی بودم، جهت اطلاعات بدونی. زندانی بودم برای یه حکم جدید برام صادر شده بود، 8 سال زندان از انفرادی و بازجویی اومده بودم با وثیقه بیرون تا برم برای حکم 8 سال زندانم. تو این فاصله که دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده بودم با ارژنگ داوودی یه سفر با هم دعوت شدیم بریم عراق شرکت کنیم. از مرز پیرانشهر رفتیم توی کنفرانس معارضین، کنگره معارضین توی عراق که احمد چلبی را انداخته بود. بعد کنگره، نه کنگره ملی عراق بود اتفاقا، مخالفین صدام حسین جمع کرده بود. اوکی. اوکی. و توی صلاح الدین بود کنفرانس. ما توی اربیل اون موقع ساکن بودیم و توی هتلی که تمام این جنرالای کرد و جنرالای آمریکایی همه حضور داشتن، من و ارژنگ همونجا تو همون هتل بودیم و جاهای مختلف از تاریخ حضور داشتن به چشم دیدم. من عراق قبل از حمله آمریکا رو دیدم، عراق بعد از حمله آمریکا رو دیدم. دیدی تو هر دو تاشو با هم؟ آقا اصلا یه حرکت بزنیم، عراق آمریکا از اگر... صفر داره مسیر ساخته شدن رو طی میکنه. البته که قاسم کتلت خیلی اونجا شیطنت کرد و بمبگذاری کرد و کسافتکاری کرد. افغانستان از زیر صفر، یادت هست افغانیا 20 سال پیش 15 سال پیش توی ایران چجوری نگاه مردم به افغانیا، ما ایرانیا خیلی هم نژاد پرستیم، نگاه مردم ایران به افغانیا به شدت نژاد پرستانه بوده همیشه و افغانیا همیشه برای پست‌ترین کارا به کار گماشته می شدن. هر جا هر جرمی مرتکب می شد هر کی می انداختن گردن افغانی های بیچاره، کم بهشون ظلم نشده. و حالا افغانستان با این کف پوتین سربازه آمریکا، چند روز پیش من توی یکی از لایوام گفتم یه خصلتی داره این پوتین سرباز آمریکایی، هر جا میره اون سرزمین رو شخم می زنه، حاصل خیز می کنه. افغانستان رو، افغانستانی که تروریست های طالبان و القاعده نابودش کرده بودن، انداخت توی مسیر پیشرفت و توسعه که حالا یواش یواش برای ورود ایرانی‌ها به افغانستان ویزا میخوان. پولشون ارزشمند شده، الان پول افغانی یکی از ارزهای ممنوع است. پس آمریکا نابود نمیکنه، آمریکا هر جا پا میذاره. من یه نکته عرض کنم، سفارت آمریکا که بسته شد، اروپای شرقی، کره، همه جا رو نگاه کن، هر جا آمریکا پا گذاشته ببین چه جوری کمک کرده اون کشورها. استقلال همینو الان بهت گفتم، تمامیت ارضی، عزت، اقتصاد، همه چیز اون کشورها نه فقط حفظ میشه بلکه شکوفا میشه. ژاپن کشورهای نابود شده در جنگ جهانی دوم با کمک
کف پوتین سربازای آمریکایی حاصل خیز شدن و هر دوتاشون ژاپن و آلمان میشن جزء 7 کشور صنعتی بزرگ دنیا. حتی دو تا اتم تستی میکنه. آیا این کشورها رو مستعمره خودش کرد؟ نه اول دو تا مستعمره که هست بالاخره جو الان ارتش نداره ژاپن که. آقا ما مستقل میخوایم باشیم. آقا چه اشکال داره مست... میکنه چپ نگاه کنه. آقا ما اصلا الان میخوام جواب نکنیم آمریکا جنگ نکنیم. میکنه به ژاپن چپ نگاه بکنه؟ نه. کسی جرئت میکنه به ژاپن چپ نگاه بکنه؟ ارتش آمریکا حمایتشون میکرد تا چند سال پیش که خودشون هم اجازه ساخته شدن ارتش رو دریافت کردن و ارتش دارن، ارتش بسیار قدرتمندی هم دارن. اصلا همین اصلا دوست باشیم چه اشکال داره؟ آقا کلا دوست باشیم همین تو دنیا. من میخوام همینو بدونم. من میخوام بدونم اصلا اگر ایران دوست و متحد آمریکا باشه چشه؟ بل. که ما باید دوست آقا زور نگن با هم دوست میشیم، با هم دوست میشیم به خاطر سفارت ها رو وامی کنیم. آقا سفارت ها که ما نبستیم، ابتکار بسته، ما نبستیم، همین چپی ها بستن، یکی بچه‌هاشون تو آمریکا سفارت رو بستن، ما نبودیم که، والا ما نبودیم. چرا ما نبودیم؟ چون ما با همه دنیا میخوام بر اساس عزت و کرامت انسانی گفتمان بکنیم. سید علی موسا توی دانشگاه مرکز پرورش جاسوس پاتریس لومونبای مسکو موسوی خوینی ها اسمش شنیدید حالا؟ آخ اون یک آدم تخم حرومی موسوی خوینی ها، سید محمد موسوی خوینی ها همکلاسی سید علی خامنه‌ای. این پس و... این بوده تو روسیه بوده این یارو بوده بله اینا در پاتریس لومونبا با هم دیگه بودن. نه آقاش نبوده، شاید هادی بوده. چرا نه اختیار داری، هادی تازه اگه بودم آدمش کم آقا روش‌ها رو یاد ببینید. خب ما به دو تا قوت استعماری و ایران تشکیل دادیم. کسایی که توی این مرکز بودن میدونی مرکز چیه؟ چه جور مرکزیه؟ نه این مرکز طبق گفته های کتاب آرشیو میتروخین، این مرکز مرکز پاتریس لومونبا یا پیپلز فرندشیپ یونیورسیتی آف راشا که دوست دارن اسمشو دانشگاه بذارن، این کتاب اوکی. میگه همه دانشجویانی که در این مرکز هستن in one way or another چی؟ همه دانشجویان مستقیم یا غیر مستقیم مأموران حقوق بگیر سازمان امنیت شوروی هستن. هیچ کس نمیتونه بره توی اون این مرکز، کسی نمیره اپلای کنه دانشجو بشه. مأمورین ارشد سازمان امنیت شوروی انتخاب میکردن جوانهای با استعداد رو توی کشورهای مختلف که اینها رو بیارن تعلیم بدن، به عنوان جاسوسان خودشون برگردونن توی کشورهاشون، بهشون پول، امکانات، آموزش، همه چیز، اسلحه میدادن که اینا چطوری حکومت‌های خودشون رو پایین بکشن، حکومت‌های طرفدار آمریکا رو و حکومت‌های طرفدار شوروی رو بیارن بالا. این آموزه‌های این مرکز پرورش جاسوس بود. سید علی خامنه‌ای وقتی همراه پدرش سید جواد برای شرکت در کنفرانسی که جهت شروع به کار حزب الدعوه در نجف توسط سازمان امنیت شوروی این حزب داشت ساخته میشد که آخوندهای شیعه رو سازمان امنیت شوروی میخواست بیاره سیاسیشون بکنه و اینا رو بذاره جلوی آخوندهای انگلیسی. شوروی ها از یک روش خوب میخواستن برای چون آخوندیسم مثلا این فرقه توسط انگلیسی ها ساخته شد. شوروی ها چون تو جنگ سرد بودن با انگلیسی ها اون موقع اومدن آخوندهای ضعیف و نفز شیعه رو کشیدن سمت خودشون که آخوند رو جلوی آخوند بذارن، آخوند روس جلوی آخوند انگلیسی. اوکی. یه همچین کسافتی تو داستان آخوند. ولی من فکر میکنم این وسط آقا سید علی به اینا رکب زد. چرا رکب زد؟ بله؟ چون از حالا به بعد دیگه کتنه حاج محمود احمدی نژاد روس هم پاشو قطع میکنه. سید علی میدونی سید علی به روسا یه رکبی زد. میدونی چیکار کرد؟ یک انگشتی به ماتحت خودش رسوند. به روسا رکب زد، رفت تو بغل چینیا. از سازمان امنیت شوروی عسکرولادی بود آقا، عسکرولادی رفت تو چینیا. سازمان امنیت شوروی رفت همخوابه حزب کمونیست حاکم بر چین شد. آقا من خواهش میکنم اصلا الان من دیگه واقعا حالم بد شد، میخوام اینو عرضو کنم. ما از حالا به بعد در بهار 1400 پای روس هم قطع میکنیم. بهار 1400 بهار 1400 نه شمسی. تاریخ اشتباه گفتی. 2701 2700 ایرانی. نه یک نداره 2700 ایرانی.
سرراسته؟ سرراسته سرراسته. نه قرن شما، قرن شما الان شروع میشه، دو تا رفسای قرن شما. دقیقاً ایما، ما ایرانی ها، ما ایرانی ها 2700 ایرانی نوروز امساله. الان 2699 هم یعنی از 2699 از کی؟ از زمانی که اولین پادشاه ایرانی، دربارش برو بخون. گیاوکو اولین پادشاه ایرانی، یه کتاب دیگه هم بهت نشون بدم اینجا. گیاوکو. گیاوکو. این کتاب، این کتاب تاریخ تمدن نوشته ویلدورانت جلد یک مشرق زمین گاهواره تمدن. ویلدورانت خونی در مورد پیامبر اسلام چی گفته دیگه؟ به عنوان شریف ترین مرد عرب یاد کرده. بیادبی نکنی آنا خون، ناصرگری نکنی. آقا گفتی ویلدورانت دیگه، آقا تاریخ دیگه، تاریخ دیگه. منو نبر اونجاها، هرچند بالا بوده خلاصه قبول کن، منو نبر اونجا، نظر درباره چیزایی که خطرناکه صحبت کنم. همه با هم خود میشین، دنیا پر از صلح میشه عزیز جان. این دیاوکو اولین پادشاه ایران یک فرد عادی بود، با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه، قبایل مختلف رو در این سرزمین که ایران نامیده میشه متحد میکنه با هم دیگه و میشه اولین اولین میشه اولین پادشاه ایران. و اینا مرکز حکومت خودشون هم میذارن حکمتانه، همدان خودمون. چای همدان خیلی دوستش دارم. بله. و آغاز سلسله مادها، آغاز تاریخ دولت کشور شدن ایران. 1400 سال عرب در حجاز ملخ میخوردند. بله. و ما ایرانی ها دولت کشور داشتیم. بله بله. بعد از 1400 سال، حالا یک کلاهبرداری های اونجا شد توی اون شبه جزیره، من نه اونا اونا عمریا بودن، ما قبول نبذاریم این صادقانه من بگم بود. ما سیستم تشیع خمینی هستی؟ من خمینی هستم هنوز. بله خمینی نیست، خمینی نیست. یعنی ما اون مکتبی که داشت واقعا اگر زنده میمود آقای خمینی، الان کلا دنیا اصلا یه جور دیگه بود. خمینی خمینیزم یا خمینیست ها بزنم الان میخوام یه چیزی رو برات بزنم با هم نگاه کنیم، یه اینجا رو ببینیم. خمینی خیلی خیلی سخنرانی خوبی داشت، یه سخنرانی زیبایی الان با هم میشنویم. هرچم آرولا بالا بود یه تن اون که در عبادت اون خود بود ولن زهر و خبا و در رحم و مربت اون خوش و با مستصفین اون خود بود. نیستی ببینی چه روزگاری داریم آقا روح الله. نیستی ببینی دولم اون کرد، گوش گوش بچه ها دولم اون کرد گریت گرفت، گوش کن. بل و 700 نفر را در یک روز شان کنار می کنم اگه حضور این قریزه که نظیر شاقی بود در این ها از مسئول حاصلات خواهد شد از دمشمشی گذران. شنیدی؟ بله میدونم قضی بنی قریزه رو میگه، که مسئله اینجاست که ببینه کن آقای خمینی در آخر عمرشون اشک در اومد. نه وقتی صدای خمینی داشت شنیده میشد اشک در اومد. من به خدا همین سال گذشته خوابشون رو من دیدم. من که ببینم بر... میتونم یه خواهش ازت بکنم؟ جانم الان خیار چنده کیلویی؟ عزیز جان من خواهشم بحث منحرف نکن چون... نه منحرف نمی کنم، میخوام سوال بکنم. اگه بری یه گونی خیار بخری 700 تا خیار بخر، خب 700 تا خیار بیار بذار تو آشپزخونت، میخوام اینو برای من زمان بگیری، یه تایمر بزن، یه چاقو بردار، سر این خیارا رو، این 700 تا خیار رو با چاقو بزن. بله تایمرم بگیر، 700 رو که زدی به من بگو چند ساعت طول کشید تا این کارو بکنی. نه میدونم خود چی بگیر. میخوام ببینم 700 نفر رو بره. در یک روز یه نفر به عنوان قاضی بره. قاضی و مأمور اجرای حکم گردنزنی بره. از چه کسانی یک قبیله کامل تمام مردان قبیله رو ردیف کنن؟ پسر دمیرعباس چند سالشه؟
اون زمان ببینید الان فرق میکنه، الان انسان ها فکر پیدا کردن. اون زمان قلم نداشتن، همه شمشیر داشتن. آخه نمیشه تو بری گفتمان کنی با یارو که سب کن. پسرت چند سالشه؟ 7 سال. خدا حفظش کنه. کنار آلت تناسلیش مو در اومده؟ آقا این چرفه بی تربیتی میزنیم. نه نه دارم سوال میکنم، کی در میاد؟ میدونی ما همه پسریم دیگه، ما میدونیم کی در میاد. تو چه سنی در میاد؟ آقا تو چه سنی در؟ 13-14 سالگی. 10-11 سالگی دیگه یواش یواش میزنه. خب طبق روایتی که محمد میاد به علی میگه، میگه همه مردان را قرار شده گردن بزنید تو این قبیله. میگن آقا مردان از چه سنی بالا مردان بعد حساب کنیم؟ میگه هر کی که کنار آلت تناسلیش میسر شده. از این بحث عبور کنیم، بحث اختلافی هستش اینا. اختلافی نیست، من حدیث پیامبر رو دارم میگم. آخه عزیز جان میدونم آخه آیه هم نازل شده بود که یا پیامبری خود وقتی خمینی بره. با یک همچین اندیشه خونریزی میاد حکومت کشور رو غصب میکنه و با همین اندیشه با توجیهش تو این سخنرانی صحبت از اینه که داشتن رو تن بچه مردم دیگه، صحبت از اینه که گردن بزنید همه نکته ارز کنم باشید. نه اینجور اصلا خوب نیست. حالا من عرض میکنم چرا. ببین یه زمانی قلم نبود، انسان ها تو همدیگر میدیدن تیر میزدن، این واقعیته. جنبش سیاه کرد ندون بود، خیلی مسائل که تو ایران بود در آخر حکومت، در دوران آخر آقای خمینی، آقای منتظری هم گفت یه عده واقعا خب اطلاعات غلط دادن، این سه داستان ها شد و باید بیشتر اون ریشه ها رو پیدا کرد. من به نظرم من یه خمینیستی هستم که ایشون اتفاقا در آخر عمرشون نباید این کار میکردن، چون معصوم که نبودن و نباید انقدر انسان ها اون اعدام های دست جمعی مسئله باشه. همون از همان اول عمرشان آخه آقا پس از کودتای 57 بابا قلم ها بابا را بشکنید بابا، سر پاسدار رو می‌بریدن با سر پاس عزیز بذار من بگم، شما بگم سر پاسدار رو همین کوملا می‌بریدن عروسی باش می‌گرفتن. اینا همه شایعات و قصه های حالا دوران تمام. ببینید آقا تمام شایعه و قصه بود، همون جور که خامنه ای رجایی و باهنر و بهشتی رو کشت انداخت گردن مجاهدین. نه اون خیلی رفسنجانی بود آقا، نگو نه رفسنجانی. من ببین کتاب رفیق آیت‌الله 3 فصلش درباره اینه. من دونه دونه آدمایی رو که دونه آدمایی رو که توی این کشتارا و این ترورا نقش داشتن تو سال نه رفسنجانی خیلی نقش داشت. بله رفسنجانی اتفاقا خیلی احمق‌تر از این حرفا بود، اون موقع حالیش نبود اینا چیکار بدن. حالا بذار ما امروز صحبت کنیم حاجی، امروز صحبت کنیم. ببین آقای احمدی نژاد یه فرد جهادسازندگیه، این که میگن آقا تیر خلاصی میزده و فلان، اینا دروغه واقعا. بعد فرماندار شده، استاندار شده، شهردار شده، رئیس جمهور شده و یک فرد فرهنگی عاشق علم و سواده و دورانی که داره برای من نمیذاره من بزنم زمان. نه برای اینکه تبلیغات حزبیتونو بذارید. اگه خود احمدی نژاد بعدن اصلا به حزب کار ندارم، میخوام حتما حاج محمودو بیارم، میخوام این نکته رو عرض کنم. گوش کن بذار یه چیز بهت بگم. کشور من ایران بسیار عزتمندتر از این حرف هاست. انسان های بسیار شرافتمندتری هستند با برنامه های بسیار بهتری که در فردای به فاضلاب انداخته شدن رژیم ملاها میتونن بیان مردم ما شایسته حکومتی بسیار بسیار بهتر و شریفتر از همه اینهایی هستن که حکومت آخونده آمده خراب نشه. من عرض میکنم ملاک دیگه نخبه بودن، ملاک انسان بود، انسانیت. اجازه نمیدیم کسی لباس تن بکنه و چون آخوند هست هر غلطی دلش بخواد بکنه، مثل آخوند همدانی که با زن شوهردار زنای محسنی کرد و هیچ کار باش نکردن. با بساط بی اخلاقی و غیر در واقع مسائل غیر انسانی باید جمع بشه از مملکت ما. و چون انسان ها آگاه شدن، آقای سیاوش عزیز در دوران جدید دوران انسانیته. ما میگیم سلام بر بهار انسان ها، ما دیگه شهرت و شعار مهدوی خودمون باشیم کنار، در پس پرده حرف از انسان، چون انسان ها هستن که باید دور هم جمع بشن. شما هم فهمیدین دیگه اون قضیه دروغ بود. آقا اگر ما بودیم خدا وکیلی ما رو امثال روح‌العظم و یوم کشیدیم بالا، باباش اونجا نشسته، باباش هم آقازاده فلان نرفته خونه رو اعدام کردن. این کجای دنیا این کارا رو میکنن آخه؟ کجای دنیا؟ ما از اخلاقا داشتیم خدا وکیلی. حالا
اینو خواهیم دید. اصلا یهو دید قانون اعدام مثلا کلا برداشتیم، همه با هم دوست شدیم، همه دنیا ها ببین. و اینم بگم من اگه زنده باشم بعد احمدی نژاد هم همین حرفا رو میزنم، اونم از غلطی بخواد در دوران صورت بگیره باید بگیم، باید هر روز کاملتر بشیم. من شما تشکر میکنم با تریبون دادید ما رو در واقع لطف کردیم و حرفمون رو زدیم و اینها، و من در خدمت شما هستم اگر امری هست به اندازه کافی فکر کنم دیگه. به محمود بگو، بگو شهامت بشه بشه بیاد اینجا، بهترین تبلیغ براش انجام ببخشید. با همه رفیقات، با همه رفیقات که مناظره کردم، اگه نهیدی رادیو فردا و فلان و الج 24 الجزیره است، آدم روشن همه. ببین هیچ کس اینا رو نگاه نمیکنه. بذار بهت یه چیزی رو بگم، هیچ کس اینا رو نگاه نمیکنه، هیچ آدم عاقلی دیگه اونا فقط یه بسیجی مسیجی رادیو فردا و صدای آمریکا و بی بی سی و ایران اینترنشنال و حالا یک دو تلویزیون دیگه نمیخوام اسمشون رو بیارم، اینا همه رو با هم دیگه هیچ کس اونها رو نگاه نمی‌کنه. مناظره مستقیم اصلا می‌ذاریم بین خود عمو ترامپ و حاج محمود، شک نکن. ما از این حرف روشنفکری، ما گفتمان داریم، ما سلاح گفتمان داریم، ما قلوب رو می‌خوایم فتح کنیم. ما نمی‌خوایم خون انسان‌ها بی خود ریخته بشه. به چه منظور؟ بخاطر اینکه 4 تا آخوند بیشتر بتونه حکومت بکنن، بعد بشینن اونجوری همه منابع کشور رو غارت بکنن. نه آقا جون، دوران تمام شده. دوران تمام شده. آقا خیلی شما لطف کردید. ببخشید من خیلی سرتون درد آوردم. ان شاء الله باز مشتاق خدمت باشم اگه من زنده باشم البته. و خواهشاً اگه تونستی فقط یه سیم بگم برام پایین. من تلاشمو میکنم تو رو ببرن تو گونی، نمیدونم هر کاری من سنگین برسم دو خور ازا. من فقط یه نکته کوتاه عرض کنم، مفضل صفار صادق حیدری زندان قم، زندان ساحلی قم، چون با آقای رئیسی اعتراض کرد، گفت آقای رئیسی من حرم رو بوسیدم و شما هم بوسیدی، چرا منو زندان کرد؟ واسه زندان گفتی ارژنگ داوودی 18 سال زندان در تبعید، 18 ساله. کجا از کدوم بنده؟ از زندان اوین میفرستنش به زندان بندرعباس، از زندان خبرنگار و از زندان رجاشر میفرستن به زندان زابل. الان چند سالیه که توی زندان زابل زیر بدترین شکنجه ها، استخونهای پاش هم شکستن واقعا. و ارژنگ معلمه، مدیر مدرسه پرتو حکمت بوده توی سرای تهران ویلا تو ستارخان، مدرسهش هم مصادره کردن، همه چیزش هم گرفتن و... در اولین قدم در دولت بهاری احمدی نژاد تمام اصحاب قلم و رسانه، کسانی که دستشون به خون مردم آلود است نه به مال مردم آلود است، درود به شرف ارژنگ داوودی عزیز و همه مبارزین راه آزادی، همه باید آزاد بشن. مرسی جهادی، موفق باشی. اینو شوخی نکردم، اینو شوخی نکردم، این آرمان ماستا. ما اجازه نمیدیم دوباره اصحاب رسانه تو زندان باشن، این کار غلطیه، تا امروز هم غلط بوده. شب خوبی داشته باشی، ما هم دعا کنیم. پاینده ایران بدرود. پاینده ایران یاد. بله دوستان و همراهان عزیز، مرسی از این که همراه بودید، این فرصت خیلی هم طولانی شد. و افشین اگر بتونی سریع اینو آماده بکنی برای یوتیوب که ازت ممنون میشیم. موفق باشید. پاینده ایران و فالو کردن، کامنت گذاشتن فراموش نشه، شیر کنید با دوستاتون که دوستاتونم بیان، شاید بتونیم این جلوی این حملات سنگین تیم کثیف ممجواد آذری جهرمی رو بگیریم که یک نفس زیر ریپورت نگردشتن این سفر. بنده ایران بدید.